هزاران درود میفرستم خدمت تمامی عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امروز قبل از اینکه به صورت کاملا رسمی جلسه‌مون رو شروع میکنیم، شعری رو تهیه کردم با عنوان حجاب اجباری و تقدیم میکنیم به روح عزیز از دست رفته بانو مهسا امینی. خانت را باد برد، خانت را باد برد، تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی. مقص افیونی افسانه اصحاب کدامین غاری، در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانه صد طایفه است. تشت رسوایی دزدان امارت افتاد، تو نگه دار هنوزم به دو دستت دو سر شال من. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر تا برارم خوش. و تو در خوابی و آب از سرت می‌گذری و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را، شب به شب جای سپیدار زدن و نبودند پلنگان، وقتی که دماوند اساطیری را از کمر داد و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد. و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانت را باد برد، تشت رسوایی قارت افتاد، تو نگه دار به چنگت شب گیسو، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را، موی من. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغمازده و خواب تو. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می باید تا برارم خوش. باز هم درود ویژه دارم خدمت تمامی عزیزان حاضر در این اتاق و درود ویژه دارم خدمت عزیزانی که ما رو به صورت لایو و کاملا آنلاین از شبکه یوتیوبی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تماشا نشستند. ما امروز در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در قالب نمایندگی شمال آلمان گرد هم اومدیم. یک شنبه 18 سپتامبر سال 2022 در ساعت 12:06 ظهر به وقت اروپای مرکزی. امروز ما طبق روال همیشه بخش های مختلفی رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. اما از گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در شهریور ماه سال 1401، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه غیر انسانی و تحقیرآمیز و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. و در ادامه دو سخنرانی داریم که در ادامه برنامه عناوین سخنرانی و عزیزانی که اجرا کننده این سخنرانی هستن خدمتتون معرفی میکنم. و در پایان امروز بحث قابل تأمل و برای گوش همه عزیزان تکراری داریم، فقر و خودکشی در ایران به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی. خب عزیزان، بیشتر از این
با مقدمه چینی های خودم سر عزیزان رو درد نمیارم و میریم به قسمت اول. جناب آقای ایرج دانای طوس با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در شهریور ماه سال 1401. جناب آقای دانای طوس اگر دستتون رو بالا کنید من مایکتون رو آزاد کنم بسیار متشکرم. بفرمایید در خدمتتون هستیم. با عرض سلام خدمت همکاران گرامی و من به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم به خاطر مرگ بانو مهسا امینی. ما در شهریور 1401 نیز همچون ماها قبل شاهد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی بودیم که به دلیل آمار بالای موارد نقض و وقت محدود سعی می کنم که این موارد را به چند دسته تقسیم کنم و به تحلیل آنها بپردازم. در ابتدا به خبری می پردازم از چند روز گذشته که جامعه ایران و جهان را در شک و بهت فرو برده. خبر کشته شدن مهسا امینی توسط گشت ارشاد نیروی انتظامی در تهران. مهسا امینی دختر 22 ساله اهل سقز که غروب سه‌شنبه 22 شهریور ماه توسط گشت ارشاد در تهران بازداشت و به دلیل ضرب و شتم به کما رفت و روز جمعه 25 شهریور جسد وی در بیمارستان کسرا به خانوادهش تحویل دادند. طبق اطلاعی که بیمارستان کسرا منتشر کرد مهسا امینی روز سه‌شنبه ساعت 20 و 22 دقیقه بدون علائم حیاتی و در وضعیت مرگ مغزی به این بیمارستان ارجاع شده است که مدت کوتاهی بعد از این اطلاعیه بیمارستان کسرا این اطلاعیه حذف کرد. این همان چیزی است که چند ساعت بعد از بازداشت این بانو است و تمام دولت مردان و نهادهای امنیتی این قتل عمد را سعی میکنن که لاپوشانی و عادی و یک مرگ طبیعی جلوه بدن. و دیروز هم در مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز مردم دست به اعتراض زدن و در این اعتراضات متاسفانه 13 شهروند هم زخمی شدند. این خبر مغایر است با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی و همچنین مغایر است با قانون اساسی اصل 21 حقوق زنان و اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی. زندانیان و نقض حقوق آنها 23 شهریور 1401 علیرضا فرشی فعال ترک آذربایجان جهت تحمل ادامه محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. آقای فرشی علی‌رغم عدم تکمیل مراحل درمان بعد از عمل قرنیه چشم به زندان بازگشته است. این در حالی است که زخم چشم او هنوز بهبود نیافته است و خطر عفونت او وجود دارد که این هم موجب نگرانی خانواده آقای فرشچی شده است. و یا در زندان نقده از اعطای مرخصی درمانی به اسماعیل محمدپور ممانعت به عمل آوردند. این در حالی است که آقای اسماعیل پور از بیماری قلبی رنج میبرد و احتیاج به درمان در بیمارستان و خارج از زندان و مرخصی پزشکی دارد که با مخالفت اداره اطلاعات پیرانشهر روبرو شده است. همچنین خبر دیگر در مورد اعتصاب زندانیان، اعتصاب خانم سپیده قلیان فعال مدنی مبعوث در زندان اوین که روز جمعه 18 شهریور دست به اعتصاب قضا زده و به دلیل این اعتصاب و شرایط بد جسمانی به بیمارستان طالقانی منتقل شده است.
این اعتصاب برای چیست؟ این اعتصاب به دلیل اعتراض به نگهداری این زندانی دور از محل زندگیش و خانوادهش صورت گرفته است. و همچنین آقایان بهنام موسیوند و ابراهیم صدیق همدانی زندانیان سیاسی نیز در اعتصاب قضا به سر بردند. اعتصاب قضا آخرین راه و خطرناکترین راه برای به دست آوردن خواستهای یک زندانی است که آنها تن به این کار خطرناک می‌دهند. این خبر مغایر است با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس و یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه و اصل اصول قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 22 حق خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی و اصل 32 عدم توقیف، حبس و یا تبعید غیرقانونی. نگاهی میندازیم به تحلیل موارد که اعدام ها که در شهریور ماه 1401 صورت گرفته است. اعدام واژه‌ای که با خود پایان زندگی را به همراه می آورد و ناقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق حیات برای همه می باشد که سالانه جان چند صد نفر را در ایران می گیرد و با روی کار آمدن دولت رئیسی این ماشین کشتار به سرعت خود افزوده است. همانطور که در ماه قبل شاهد بودیم دست کم 69 زندانی در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند. اعدام 5 شهروند در زندان زاهدان، یک زن که قبلا از بابت اتهام به قتل به اعدام محکوم شده بود، حکم آن در زندان زاهدان به اجرا درآمد. از هویت او اطلاعی در دسترس نیست و همچنین 4 شهروند دیگر با هویت هوشنگ کرد، امرالله بسیج، خالد رئیسی، عبدالنصیر شهبخش ریاض هویت شدند. اجرای حکم یک اعدام یک زندانی دیگر در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه از بابت اتهام به مواد مخدر در تاریخ 10 شهریور را شاهد بودیم. همچنین ما شاهد صدور حکم اعدام برای 2 فعال حقوق همجنسگرایان، خانم سرکار زهرا صدیقی و الهام چوبدار بودیم که طی اطلاعی که عفو بین الملل خواستار لغو این حکم و آزادی فوری آنها شده است. این اخبار مغایر است با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. نگاهی بندازیم به موارد نقض محیط زیست در ایران. احضار و بازداشت تعدادی از شهروندان معترض به شرایط دریاچه ارومیه. شنبه 19 شهریور ماه تعدادی از شهروندان معترض به شرایط دریاچه ارومیه در ماکو توسط اداره اطلاعات این شهرستان احضار و بازداشت شدند. هویت یکی از شهروندان بازداشتی آیدین جعفری 19 ساله احراز شده است. دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین دریاچه‌های نمکی ایران است که به دلیل سوء مدیریت درست دولت در معرض خشکی کامل قرار دارد و کارشناسان به این اعتقادند که اگر حقابه آن تامین نشود تا سال دیگر کاملا این دریاچه خشک خواهد شد و اگر این دریاچه خشک شود خسارات جبران ناپذیری به اکوسیستم و مردم این منطقه و حتی کشور وارد خواهد شد. خبر بازداشت این افراد مغایر است با مواد 9 و 19 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. ماده 9 عدم توقیف، حبس و یا تبعید غیرقانونی و ماده 19 حق آزادی بیان. خودسوزی یک کارگر در مریوان، همان چیزی که تو بس آزادم قراره در موردش حرف بزنیم، خودکشی و فقر.
یک کارگر نانوایی در مریوان اقدام به خودسوزی کرد و به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد. هویت این کارگر عثمان داچ اهل روستای نی اهل مریوان عنوان شده است. آمار خودکشی در میان قشر کارگر با وخامت وضعیت معیشتی رو به افزایش است که این امر ریشه در تورم بالا و افزایش بیکاری در جامعه دارد. هر روز مردم سفره آنها کوچکتر از دیروز می شود و زیر فشار اقتصادی کمر خم می کنند. این در حالی است که دولت مردان دم از ساختن آخرت مردم می زنند. غافل از این هستند که این دنیا را به جهنم برای مردم تبدیل کردند. این خبر مغایر است با ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 22 امنیت اجتماعی فرهنگی مالی، ماده 23 حق امنیت کار، ماده 25 حق خوراک مسکن، مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. احضار و بازجویی 4 شهروند بهایی در گرگان، شفق فهندش، شقایق پور عنایتی، هدی کنعانی و ندا عبدیان، شهروندان ساکن گرگان به صورت تلفنی به اداره اطلاعات این شهر احضار و برای ساعتی مورد بازجویی قرار گرفتند. از شفق فندش، شقایق پور عنایتی، هدی کنعانی که در زمینه موسیقی فعالیت دارند خواسته شده است که در این زمینه دیگر فعالیت نداشته باشند و همچنین از ندا عبدیان خواسته شده در زمینه مهد کودک فعالیت نکند، در صورتی که ایشان در این زمینه فعالیتی ندارد. این خبر مغایر است با قانون اساسی اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی، اصل 26 حق آزادی عقیده و اصل 28 حق امنیت کار. همانطور که مشاهده می کنیم این حکومت حتی قانون اساسی خود را نیز رعایت نمی کند و به صورت عمدی و برای مصلحت نظام قانون اساسی را نادیده می گیرد و نهادهای امنیتی به صورت سلیقه‌ای از آن استفاده و عمل می کنند. من در اینجا موارد نقض رو به پایان می رسونم و اگه سوالی هست من در خدمت همگی دوستان هستم. با تشکر که به گزارش من گوش دادیم. بسیار متشکریم از گزارش و تقریبا خوب. زمان ما کافی نیست برای این که بخوام یک گزارش کامل بدیم، ولی خب گزارش ها تکان دهنده است و مثل همیشه به گیر و ببند و بازداشت و اعدام و نقص فاحش و کامل حقوق بشر و محکوم کردن های تکراری توسط سازمان های حقوق بشری و سکوت همیشگی سازمان ملل و حضور ایران در کمیته دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر زنان. بسیار متشکریم باز هم از شما جناب آقای دانتوس. در قسمت بعدی میریم برای گزارش و بررسی کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه و غیر انسانی یا تحقیرآمیز و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اجرا میشه توسط جناب آقای محمد حسن حسن‌زاده مهرآبادی. بفرمایید جناب حسن‌زاده، در خدمتتون هستیم. درود و عرض ادب خدمت همه دوستان، همکاران و عزیزانی که حاضر تو این جلسه هستن. من در ابتدای سخنم به سهم خودم باید ابراز ناراحتی و انزجار کنم از نسبت به اقدامات وحشیانه ای که متاسفانه 43 ساله به صورت روزانه توسط جمهوری اسلامی این بیگانگان
در کشور عزیزمون ایران انجام میشه. هر بار شاهد از دست دادن کودکان، نوجوانان و یا جوانان ایرانی و داغداری خانواده هاشون هستیم متاسفانه. خب شکنجه ابزاریه که کارگزاران یک نظام بر فرد زندانی اعمال میکنن تا به یه شکلی روی اون تاثیر بذارن. خشونت زبان شکنجه است و مهمترین ابزاری که اون رو بر جسم و روح زندانی برای دستیابی به اهداف مشخصی اعمال میکنه همین خشونت است. شکنجه از دیرباز سوی تاریخ ما وجود داشته، مخصوصا حالا کسانی که یا جاهایی که شامل تمدن‌های قدیمی هم هستن این وجود داشته این مسئله، اما امروزه یه جوری سازمان یافته شده، هدفمند شده و متاسفانه مورد استفاده قرار میگیره. ما میدونیم که شکنجه خب یک الم یا زجر جسمانیه و هدفشون دستیابی به اطلاعاته. بعدم چرا این شکنجه انجام میشه؟ به خاطر که میخوان شتاب کنن توی دستیابی به اطلاعات از اون فردی که حالا دستگیر شده. یا مثلا برای نمونه در زمان پادشاهی شاهنشاه ایران توی زندانها، مخصوصا همین گروه ساواک یا توی همین دهه 60 و 70 خود جمهوری اسلامی هم، موقعی که یه نفر رو بازداشت میکردن باید اصطلاحاً سریع تخلیه اطلاعاتی میشد. چرا؟ چون اگر توی عضو گروهی یا سازمانی بود، اون گروه یا سازمان از اون شخص میخواستن که حداقل 24 ساعت شکنجه رو طاقت بیاره تا توی این فاصله بتونن حالا دوستانشون یا هموندانشون رو اینا جابجا کنن تا بقیه بازداشت نشن. برای همینه که بازجوها سریع رو به شکنجه میارن. نوع شکنجه هم که متداول شده و مدرن شده همون بهش میگن شکنجه سفید، که من زیاد بهش نمیپردازم، فقط بهتون بگم که به شکل موقت یا مدام بر روی روان زندانی هست. یعنی نمونهش هم اینجوری نیست که دیگه فلزی رو داغ کنن روی جسمش بذارن، بیخوابی به طرف میدن یا صداهای ناهنجار اطرافش در میارن، آزرده خاطرش میکنن، یا نور دائمی زیاد بالا سرش روشن میکنن، یا نور کم، یا اصلا تاریکی مطلق. بعد اجازه نمیدن حتی به دستشویی بره یا دمای اون محیطی که وجود داره متاسفانه یا زیاد نگه میدارن یا کم، نمناک و کثیف و آلوده. که حتی دیده شده، گزارش هایی هم رسیده که عمدن زندانی رو مجبور میکنن سر پا وایسه، یا از حالت بدترینش اینه که اعدام مصنوعی، یعنی طرف رو میبرن به جوخه اعدام تا اون لحظه آخر اذیت روحیش میکنن و برش میگردونن به سلولش. خب در کنار اینا ما میدونیم که کرامت انسانی به معنی بزرگواری و ارزش ذاتی و حرمت داشتن همه انسان‌های روی زمینه، هیچ تناقضی بین انسان‌ها وجود نداره، هیچ تعارضی وجود نداره و انسان هم اصلا جنسیتی براش مشخص نکرده. اصل کرامت انسانی هم به نظر من مهمترین فاکتور نگارش و اجرای اسناد بین المللیمون هست و اسناد حقوق بشریمون، مثل همین اعلامیه جهانی حقوق بشر و غیره. خب با این اشاره کوتاه من میپردازم به موضوع کنوانسیون امروز. پس از چند سال صدور و اجرای منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر طی یک قطعنامه که حالا عددش هم 21984 هست، این قطعنامه مورخه 6 مارس 1984 تصمیم گرفت که یه متن پیشنویسی رو برای این کنوانسیون که اصطلاحاً عنوانش هست کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، این رو زمینه گزارش گروهکاری خود مجمع عمومی سازمان ملل بکنه و ارائه بده. خب سرانجام این کنوانسیون بعد از حدود 9 یا 10 ماه بررسی در روز 10 دسامبر 1984 تا یک مقدمه و 33 ماده، که البته بگم از این 33 ماده 31ش اجرایی هست، در قالب 3 بخش به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد میرسه و در تاریخ 26 ژوئن 1987 مطابق ماده 27 کنوانسیون مزبور
قدرت اجرایی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی باید کشورهایی که به عضو رسمی سازمان ملل متحد هستن این کنوانسیون رو قبول، امضا و اجرایی کنن. خب به علت اهمیتی که این موضوع داره، یعنی شکنجه، از شکنجه و جلوگیری از اون در تمام اسناد بین المللی هم یاد شده، نه فقط این کنوانسیون. مثلا ما توی خود اعلامیه جهانی حقوق بشر خوندیم و یاد گرفتیم که ماده پنجش اینجوری مقرر کرده که هیچ کس نباید تحت شکنجه، مجازات های رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار بگیره. یا مثلا در جای دیگه در ماده 10 کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت ذکر شده که هر شخص محروم از آزادی، منظورش زندانیان هست، کسانی که بازداشت میشه، با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشریشون مراقبت باید بشن. خب ما یه فلشبک بزنیم به کشورمون ایران و دولتی که سر کشور ما قرار داره. بعد از گذشت 19 سال از اجرای شدن این کنوانسیون، پیشنهاد الحاق دولت جمهوری اسلامی به این کنوانسیون سال 1382 خورشیدی که معادل 2003 میلادی میشه از طرف مجلس ششم که اون زمان فکر میکنم آقای کروبی ریاست مجلس ششم رو داشت و اگه یادتون باشه مجلس ششم حالا با ما بازی کردن ولی بیشتر اصلاح طلب ها توی اون مجلس بودن، یه طرحی رو به شورای نگهبان ارسال کرد این مجلس برای الحاق دولت جمهوری اسلامی به این کنوانسیون. خب هرچند شورای نگهبان مصوبه این مجلس را از این جهت که به صورت طرح هست و بار مالی داره مقرر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داد. حالا اصل 75 قانون اساسی چی میگه؟ میگه طرح‌های قانونی و پیشنهادها، خوب دقت کنید، و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنن و به تقلیل درآمد عمومی، یعنی کم کردن درآمد عموم کشور یا افزایش هزینه های عمومی انجامد، در صورت قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه به جای اون معلوم بشه. این اصل اصلا هیچ خبری از اختلاس ها و طرز مدیریت مسئولین جمهوری اسلامی توی کشور ما ایران، انگار هیچ خبری نداره. این اصل که میاد یه طرح انسانی رو رد صلاحیت میکنن به خاطر که باعث کاهش درآمد عمومی کشور میشه. خب شورای نگهبان نمیاد هیچ موردی از تعارضات مثلا این کنوانسیون رو با قانون صریح قرآن و احکام اسلامی رو عنوان کنه. به هر حال به دلایل خود میاد یه دلایلی میسازه و این کنوانسیون رو مغایر قانون اساسی میشماره و تایید نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی که ایران حتی امضا کننده این کنوانسیون هم نیست که بخواد تعهد برای خودش ایجاد کنه. چه کنوانسیونی؟ من شکنجه و آزار بیرحمانه. بعد از 26 سال از اجرای شدن این کنوانسیون، یه تک ماده‌ای مرتبط با شکنجه در قانون مجازات اسلامی میاد. دوستان یه پرانتز باز کنم، احتمالا به گوشتون خورده اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی. این یه سری از کشورها نشستن این رو به تبعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشتن. این دقیقا مثل همین قانون مجازات اسلامی هم که سال 1392 خورشیدی یا همون 2013 میلادی ثبت شد، اینم به تبع همونه. یعنی شکل همون یک کپی برداری هست، اما از چی؟ از احکام اسلامی. خب ما توی قانون مجازات اسلامی فقط تو ماده 169 دوستان 700 خورده ماده داره، شما باید بخونید و شاید مثل من خندتون بگیره بعضی از اصطلاحات و بعضی از حکمهایی که توی این قانون مجازات. البته یه چیزی بگم، لزومی نداره 780 تا بندش یا مادهش رو بخونید، فقط چند تا سرچ کوچولو کنید داخل این متن فقط برای اطلاع خودتون که اصلا مضمونش چیه، قشنگ متوجه میشین که چه
جرائمی رو معرفی کرده و چه مجازات هایی رو برای این جرائم در نظر گرفته. خب ماده 169 گفته اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی یک نفر اخذ میشه فاقد ارزش و اعتباره و دادگاه مکلف است که متهم رو به هر حال این حق رو بهش بده که تحقیق ازش به وجود بیاد. یعنی اقرار هم گفتن حتما باید توی دادگاه جلوی محضر دادگاه انجام بشه. خب بعد به این نکته هم اشاره کنم که قطعنامه 38997 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هم مجازات بدنی، این یه کنوانسیون دیگه هست مربوط به این کنوانسیون امروز نیست، این مجازات بدنی رو توی ردیف شکنجه قلم داد کرده و از میان کشورهای جهان تا این لحظه که من خدمتون صحبت میکنم حدود 160 کشور به این کنوانسیون پیوستن و تنها تعداد اندکی هستن که اون رو امضا و تصویب نکردن. یکی از دولت‌هایی که نه تنها اجرا بلکه حتی کنوانسیون رو امضا نکرده هم جمهوری اسلامی. مجازات بدنی به صورت قانونی به معنای وجود قوانینی است که در آنها شلاق زدن یا قطع عضوی از بدن به عنوان مجازات مجرم مطرح میشه. خب با این تعریف میبینیم که این گونه قوانین توی کشورهای مثل عربستان، سومالی، پاکستان، افغانستان و همچنین دولت جمهوری اسلامی اجرا میشه. ولی از میان این کشورها، یعنی اینایی که من اسم بردم همشون ایدئولوژی اسلامی دارن، از میان همین کشورهای ایدئولوژیک فقط دولت جمهوری اسلامی است که این کنوانسیون منع شکنجه رو امضا نکرده و بهش نپیوسته. خودتونم میدونید چرا؟ چون راهش رو برای قطع دست دزدان ماشین، دزدان لیوان، بشقاب خونه مردم باز کنه، راهش رو برای شکنجه مهسا امینی ها باز کنه. خیلی راحت بزنن دختر جوان مردم بکشن، بندازنش گوشه رسانه ها، معلوم نیست چند هزار میلیارد تومان در پس این ماجرا خوابیده که بخواد اختلاس بشه. خب من برگردم به کنوانسیون شکنجه. اومده شکنجه رو تعریف کرد تو این کنوانسیون تو ماده یکش به این شکل که شکنجه به هر عمل عمدی که در اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص سالس اعمال شود اطلاق میشه. یعنی حتی اگر من خارج نشین یکی از اعضای خانوادم رو مورد عذاب روحی قرار بدم، اون هم شکنجه محسوب میشه. همچنین تنبیه شخصی به خاطر عملی که وی یا شخص ثالثی انجام داده یا احتمال انجام اون رو میره رو شکنجه تلقی کرد. تو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بندی وجود داره، اصلی هست، اصل 38 هم هست که این اومده نقض حقوق انسانی خونده این و گفته هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اومده حتی توی این اصل اشاره کرده که هر کس بخواد این تخلف رو اجرا کنه و این شکنجه رو اجرا کنه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی باید مجازات بشه. ما این قوانین و اصول قانون اساسی رو میخونیم میبینیم چقدر قشنگ و زیباست، ولی چه کسی موقعی که من و شما دیگه تا حالا باید فهمیده باشیم که قانون اساسی که میشه ازش استفاده کرد حتی در بعضی از اصولش متاسفانه این اجرا نمیشه، چه انتظاری داریم از قوانینی که از خارج از کشور وارد ایران میشه مثل همین کنوانسیون های بین الملل. خب ایرانی ها همیشه حقوقشون ضایع شد به هر شکلی. خودتون میدونید مجازات های بدنی در کتاب قرآن و احکام اسلامی وجود داره، مجازات های مثل سنگسار، قطع عضو، شلاق. ببینید توی کتاب یا این مقررات مجازات اسلامی بیشترین مجازاتی که نوشته شده حتی به صورت تعزیری شلاق، حد بهش میگن. خب چجوری ایران کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها رو بخواد امضا کنه، چجوری بخواد اجراش کنه؟ پس الان یه نتیجه کلی بگیریم که کاملا نقطه مقابل این کنوانسیون همین قوانین
چیز هست، قوانین اسلام هست متاسفانه، که ازش یه سری چیزا مثل قانون مجازات اسلامی و احکام دیگه گرفته شده. پس نمیتونه ایران این رو امضا کنه، براش بار مسئولیت داره. خب من میتونم فلشبک بزنم به کنوانسیون خودمون، که این کنوانسیون به هر حال در ماده 16 مورد انتقال شورای نگهبان قرار گرفته و گفته جلوگیری از هر نوع اعمال مجازات یا رفتار ظالمانه، و همچنین یه اشاره هم به ماده 20 داشته شورای نگهبان که پذیرش صلاحیت رسیدگی توسط کمیته حقوق بشره. یعنی چی؟ یعنی یه کمیته تشکیل میشه اگر دولتی این کنوانسیون رو امضا کنه، این کمیته بررسی میکنه اجرایی شدن این کنوانسیون رو در کشور. یکی از چیزایی که شورای نگهبان زیر بارش نرفته صریحا ماده 20 این کنوانسیون است. خب توی بخش اول ساختار این کنوانسیون که از ماده 2 تا ماده 16 هست، عمدتا یه تعهداتی رو در مورد دولت ها گفته که من زیاد نمیخوام بهش بپردازم، یه چند تا مثال میزنم. مثلا تعهد به جلوگیری از اعمال شکنجه در قلمرو تحت صلاحیتشون از طریق اقدامات مؤثر تحت هر شرایطی، یا مثلا عدم اخراج یا بازگرداندن یا استرداد، اصطلاحاً آلمانی ها میگن دیپورت، یا استرداد افرادی که در معرض خطر شکنجه هم هستن، اینا ممنوع شده طبق این ماده توی این کنوانسیون. و حتی بخش آموزش گذاشته این کنوانسیون برای مستخدمین کشوری یا لشکری یا ماموران اجرای قوانین مثل حالا کارمندان امور پزشکی یا مامورین دولتی، سایر اشخاص دخیل در امر حفاظت کشور یا بازجویی، اینو آموزش گذاشته. و همچنین مهمترین بخشش هم نظارت منظم بر مقررات هست که جزء این بند هست. اما در بخش دوم کنوانسیون یه سازوکار اجرایی و نظارتی کنوانسیون رو عنوان کرده که از ماده 17 تا ماده 24ش هست. این مقررات درباره تأسیس و ترکیب نحوه انتخاب اعضا و وظایف و عملکرد و نحوه فعالیت اونهاست. مثلا توی ماده 17 یک کمیته‌ای به نام کمیته ضد شکنجه تدابیر اجرایی مربوط به اجرای مقررات این کنوانسیون رو بر عهده داره. کمیته مزبورم تشکیل شده از 10 تا کارشناس عالی رتبه برخوردار از سطح بالای اخلاقی و شایستگی در زمینه مخصوصا حقوق بشر، که با صلاحیت این اشخاص این کمیته تشکیل میشه و میتونن در قبال به هر حال انجام یا اجرای این کنوانسیون ها در کشورها رأی بدن و حتی رأیشون میتونه مخفی باشه. جنبندی بفرمایید میشه که بله، مهمترین وظیفه این کمیته هم بهتون گفتم اینه که گزارش های ادواری از دولت ها رو بفرسته یا اطلاعاتی در مورد احتمال شکنجه عده‌ای رو جمع آوری کنه. ما بعد از ماده 27، از ماده 27 تا 33 زیاد چیز نکته مهمی نیست، فقط یه جنبندی کلی من بگم که کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای یا مجازاتهای ظالمان غیر انسانی و تحقیرآمیز یکی از معاهدات مهم چند جانبه است که این کنوانسیون رو 134 تا کشور امضا کردن و اجرایی میکنن. و خب متاسفانه یه فوائدی هم البته داره اگر دولت جمهوری اسلامی در ایران این کنوانسیون رو مثلا امضا کنه، فوایدش اینه که دولت از عهده اجرای تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون برمیاد، یا مثلا یک جلوه موجه تری در نهادهای بین‌المللی پیدا میکنه که مسلما مسئولین جمهوری اسلامی دنبال این نیستن و راه رو برای فساد، برای بی اخلاقی، برای تزریق ایدئولوژی در مغز مردم میکنه. ممنون که به این وقت دادین، کاش بیشتر فرصت بود آقای تفکری که در مورد این مطالبی که حالا جمع آوری کرده بودم صحبت کنم، ولی خب اختیار دست شماست. خیلی ممنون، بسیار متشکرم. من وقت در اختیار دوستان قرار میدم. بسیار متشکرم. خوشحال میشم اگر کسی نقطه نظری داشته باشه در مورد این کنفرانس. بله بله، دوستان اگر نقطه نظری دارن خدمتتون عرض کنم که بسیارم استفاده کردیم جناب حسن زاده از اطلاعاتی که جمع آوری کرده بودید. امید به خدا اگر بتونیم
یک جلسه ویژه‌ای در این مورد درخواست بدیم به هیئت رئیس محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که همین بررسی کنوانسیون شکنجه رو من شکنجه رو اینا رو بشینیم همه دوستان خیلی اصولی تر با وقت آزادتر بررسی بکنیم، اعضای محترم هیئت رئیسه باشن، تبادل نظر بکنیم و این یک نوع آگاهی رسانی بسیار خوبه برای تمام فارسی زبانان و مردم دنیا. خدمت رو عرض کنم که در قسمتی از صحبتشون جناب حسنزاده از شکنجه ها گفتن. من کاملا تایید میکنم صحبتهایی که کردن در دمای سرد و گرم، صداهای اضافی یادی کنم از سلولهای 40 در 50 در خانه های امن سپاه که به شخصه با گوشت و پوست و استخون حس کردم و خدمت ها عرض کنم که نخوابیدن و سلول هایی که گفتن مجبورتون میکنن که همیشه وایسید. این سلول ها به حالت لوزی هستش و شما نمیتونید بشینید، نمیتونید تکیه بدید، تمام جاهاش یک میشه گفت مکعب لوزی هست، پایینش به این صورت هست، بالا به این صورت، پشتش هم به این صورت هستش، یک درد داره که این یک حیوان اون نفر رو میندازن داخلش سرد و گرم. و یادی کنم از سلول هایی که دارای تنظیمات برقی بودن که بولتاژ های برق کم و توش زیاد میشد. در قسمتی از صحبتشون گفتن که اعلامیه حقوق بشر اسلامی که شبیه میشه قانون اساسی ایران، که اگر قانون اساسی ایران کاملا اجرا بشه ما همچین کشوری در دنیا فکر نمی کنم داشته باشیم که همه چی گل و بلبل میشه، اما در پایان هر اصلش زده اگر مغایر نباشه با شرع اسلام. خب قانون اعلامیه جهانی اسلامی هم 100% همونطوری. و در قسمت اخبار ما یک موضوعی رو فراموش کردیم یا شاید تایم کم بود که نتونستن عنوان بکنن که دستور دولت جناب آقای ابراهیم رئیسی دستور انحلال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو بعد از 57 سال بود. گفتن که این کانون زیانده هست. کانون پرورش فکری مگه باید سود داشته باشه؟ سودش همون آگاه کردن بچه هاست که هدف جمهوری اسلامی هم نیشه کسی آگاه نباشه. خیلی بازم متشکریم از شما جناب حسنزاده. جناب آقای علی عزیز در این مورد دست بلند کردن، بفرمایید در خدمت هستیم. سلام علیکم، وقت همگی بخیر. الان درباره قضات داشتین صحبت میکردین که خب حکمایی رو میدن که منجر به اعدام میشه، بعد یه قسمتش میخوره واسه پلیس آگاهی که بعد اعتراف بگیرن شکنجه میشه. ما حالا پلیسایی رو داریم که در سطح کشور دارن رفت آمد میکنن، خدمت میکنن، ولی برخوردی که با شهروندا دارن واقعا نقض حقوق بشر میشه. قبل از اینکه جرمی ثابت بشه و رأی ثابت بشه خیلی برخورد زننده ای دارن. مثل همین مهسا امینی بود که یه فقرش این بود، خیلی فقرها هستش که داره اتفاق میفته و ملت خفقان گرفتن ترس حقوقشون داره نقض میشه. ممنونم. خیلی متشکرم از شما. بله، از حکم قضات گفتید، یادی کنم از قاضی تحتن که در شیراز هستن یک برنامه داشتن به صورت لایو، گفتن خوش به حال کسایی که اعدام میشن. خیلی خونسرد، خیلی روان، خوش به حال کسایی که اعدام میشن. مثلا در لول بالایی هم مثلا ایشون در بررسی نکردن پرونده و اعدام. یک برنامه خوبی هم داشتیم، کلاس خوبی داشتن جناب آقای شفایی محترم که راجع به حقوق بشر صحبت میکردیم، همین بررسی کنوانسیون شکنجه و اعدام بود. ایشون صحبت میکردن که رأی گیری کردیم در اون برنامه که کی موافق کی مخالف و هر کدوم دلیل های خودمون بود. این هم یک برنامه ویژه خیلی خوبی میشه اگر که ما درخواست بدیم و همه دوستان در شرکت کنیم. خب بیش از این صحبت های خودم رو ادامه نمیدم، میریم به قسمت بعد. جناب آقای داوود واحدی
سخنرانی به عنوان با عنوان معذرت میخوام دموکراسی. جناب آقای واحدی عزیز دستتون رو بالا بفرمایید. متشکرم. خب من مایک شما رو آزاد کردم، بفرمایید. کردید لطف فرمودید. با درود خدمت همه شما عزیزان، دموکراسی و نقض آن توسط جمهوری اسلامی ایران. دانشمندان علوم سیاسی تعاریف متفاوتی از دموکراسی ارائه کردند. برخی روی ارزش‌هایی تکیه کرده و برخی اصول دیگری را ارجح دانستند. اما جملگی روی یک سری اصول و ارزش‌ها اشتراک نظر دارند. اصولی که پایه‌ها و بنیان‌های یک نظام سیاسی را دموکراتیک می‌سازد، مهمترین اصول دموکراسی که همه روی آن اجماع دارند، حاکمیت اراده ملی است که از طریق صندوق‌های رأی خود را نشان می‌دهد. کارشناسان علوم سیاسی این نوع دموکراسی را دموکراسی حداقلی خواندند. پس دموکراسی یک سری اصول و ارزش‌هایی دارد که کف و سقف آن را می‌سازند. این ارزش‌ها عبارتند از 1. حاکمیت اراده ملی و انتخابات آزاد. حاکمیت اراده ملی یعنی مردم سرنوشت خود را تعیین می کنند. حکومت به اراده اکثریت مردم شکل می گیرد و کشور را بر اساس خواست اکثریت اداره می کند. در این نوع حاکمیت صندوق رأی تجلی اراده مردم است. یعنی مردم برای تشکیل حکومت پای صندوق رأی می روند و به افرادی رأی می‌دهند تا صاحب قدرت شده و اراده آنها را محقق سازند. آزاد، عادلانه، رقابتی و سالم بودن شرایط انتخابات دموکراتیک است. هر کدام از این شاخص‌های چهارگانه مخدوش باشد، انتخابات ناسالم است. سازمان بین‌المللی بین‌المجالس IPU معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه را این گونه مصوب کرده است. انتخابات باید دوره‌ای برگزار شود. یعنی افراد برای یک دوره مشخص صاحب قدرت شوند و با رأی مردم افراد دیگری بتوانند قدرت را به دست گیرند. یعنی انتصاب و برکناری افراد از قدرت از طریق صندوق رأی ممکن باشد. تمامی افراد جامعه بدون تبعیض حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشته باشند. حق تشکیل حزب و ورود به کارزار انتخاباتی به طور عادلانه برای همه شهروندان مهیا باشد. پروسه رأی‌گیری و شمارش آرا سالم و شفاف باشد. جلوی تقلب انتخاباتی گرفته شده باشد. آزادی بیان، آزادی اجتماعات و فعالیت سیاسی تضمین شده باشد. امنیت رای دهندگان، کاندیداها و کارزارهای انتخاباتی تضمین شده باشد. 2. حاکمیت قانون و تفکیک قوا. حاکمیت قانون یعنی اینکه هیچ کس برای قانون نیست. همه در برابر قانون مسئول هستند و از حقوق برابر برخوردارند. تبعیض زدایی و رعایت اصل برابری شروط اولیه حاکمیت قانون است. قانون هنجارها، قواعد و مقررات را تعیین می‌کند. در واقع حاکمیت قانون مبنای عمل در حکومت و جامعه است. سلیقه افراد در تصمیم گیری و اجرا مؤثر نیست، بلکه همه از قانون تبعیت می‌کنند. در نظام‌های دموکراتیک حاکمیت قانون بر اصل تفکیک قوا تشکیل می شود. تفکیک 3 قوه مقننه، مجریه و قضاییه راهی است که از تبدیل شدن دموکراسی به دیکتاتوری جلوگیری می کند. زیرا که در نظام های دموکراتیک تفکیک قوا باعث کنترل قدرت هر قوه توسط قوه دیگر می شود که از آن با نظارت و توازن یاد می کنند. قوا ضمن حفظ استقلال بر کار یکدیگر نظارت دارند تا اطمینان حاصل شود که حاکمیت قانون محترم شمرده می شود و کارگزاران نظام به قانون عمل می کنند. توزیع عادلانه قدرت
چرخش نخبگان، برابری، حاکمیت ملی، همکاری و تعاون دیگر شروط دموکراسی هستند که ذیل تفکیک قوا تعریف می شوند. سه، شفافیت، حسابرسی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی. رکن دیگر دموکراسی شفافیت است. شفافیت در واقع ابزار و لازمه نظارت مردم بر ارکان حکومت است و در ارائه گزارش صحیح به مردم مورد نیاز است و در واقع در برگیرنده دو شرط مسئولیت پذیری و پاسخگویی در حکومت است و قابل حسابرسی بودن حکومت را تضمین می کند. چهار، تکثرگرایی. پذیرش این واقعیت که در جوامع انسانی انسان‌ها یکسان نمی‌اندیشند و از جماعتی متکثر با باورها و دیدگاه‌های متفاوت تشکیل شده‌اند به قوام دموکراسی کمک می‌کند. چرا که قبول تکثرگرایی به منزله رفع تبعیض، بی‌عدالتی و پرهیز از تحمل نظر اکثریت بر اقلیت است. محترم شمردن حقوق اقلیت از ارکان مهم دموکراسی و زمینه‌ساز پویایی و تحرک جامعه انسانی به شمار می‌رود، چرا که پیشرفت و توسعه از همین تضارب آرا و اندیشه‌ها حاصل می‌شود، برخلاف جوامع دیکتاتوری که می‌کوشند همه یک نوع به مسائل بنگرند، یک نوع رفتار داشته باشند و از اندیشه یکسان پیروی کنند. در جوامع دموکراتیک تکثرگرایی یک اصل شمرده می شود. پنج، جامعه مدنی و حقوق بشر، آزادی بیان، احزاب و رسانه ها. جامعه مدنی شرط بقا و استمرار دموکراسی است. جامعه مدنی در واقع سازنده دموکراسی و ناظر بر ارکان حکومت است. بدون داشتن جامعه مدنی، پرسشگری و پاسخ، حسابرسی و نظارت و مشارکت مردمی امکان پذیر نخواهد بود. رسانه‌ها، احزاب، نهادهای مدنی و تشکل‌ها اجزای تشکیل دهنده جامعه مدنی هستند. آزادی‌های مدنی و سیاسی پیش نیاز جامعه مدنی پویا و زنده به شمار می‌روند. حقوق بشر نیز به منزله یک میثاق بین‌المللی و یک ارزش جهان شمول واجد اصول و معیارهایی است که بدون رعایت آنها دموکراسی محقق نمی‌شود. آزادی بیان، آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی رسانه‌ها، آزادی اطلاعات از این جمله‌اند. بدون اینها نمی‌توان انتخابات آزاد و سالم برگزار کرد و نمی‌توان انتظار تحقق دیگر معیارها و ارزش‌های دموکراسی را داشت. بنابراین دموکراسی یا جمهوری به عنوان مدلی از حکومت که حاکمیت ملی را مستقر می‌سازد، زمانی قابل تحقق است که لوازم، شرایط و اصول آن مورد توجه قرار گیرد. آیا جمهوری اسلامی دموکراتیک بوده و در آن حاکمیت ملی برقرار است؟ حکومت جمهوری اسلامی از زمان شکل‌گیری کوشیده است با استقرار صندوق‌های رأی و ایجاد زمینه مشارکت مردم در انتخابات خود را نظامی دموکراتیک جلوه دهد. از این رو هم در قانون اساسی انتخابات به رسمیت شناخته شده و برگزار می‌شود و هم تفکیک قوا صورت‌بندی شده است. اما این نظام هیچ زمانی واجد شرایط و اصول دموکراتیک نبوده و حاکمیت ملی را به رسمیت نشناخته است. زیرا یک، حاکم کردن ولی فقیه بر مردم به جای قانون و ارجحیت اسلام بر رأی مردم. جمهوری اسلامی ایران اگرچه با شعار حکومت مردم بنا شد، ولی تلفیق آن با اسلامیت و غلبه نهادهای اسلامی بر نهادهای دموکراتیک در عمل چیزی از دموکراسی باقی نگذاشت، به ویژه اینکه در رأس قدرت نهادی ایجاد شد به نام ولایت فقیه که بر جان و مال و ناموس مردم ولایت دارد. ولی فقیه به عنوان مقام اول، مادام العمر،
غیر پاسخگو و نافی حاکمیت قانون در کشور است. در این حکومت نظر ولی فقیه مافوق و فرای قانون قرار دارد. صدور حکم حکومتی به صورت پنهان و آشکار مسبب نقض قانون اساسی و قوانین عادی بوده و هست. اگرچه قانون اساسی کوشیده است شکل و فرمی از پرسشگری و پاسخگویی را بر کل ارکان نظام مسلط کند، ولی در عمل این مهم محقق نشده است. قانون اساسی انتخابات، نظارت و عزل رهبری را به مجلس خبرگان رهبری واگذار کرده، ولی از آنجا که تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات این مجلس بر عهده شورای نگهبان است و این شورا خود منتخب رهبر ایران است، عملاً مجلس خبرگان کارکرد خود را از دست داده است. اینکه یک نفر این امکان را دارد که با صدور حکم حکومتی قوانین کشور را تعطیل کند در تناقض آشکار با اولین شرط دموکراسی، یعنی حاکمیت قانون است. تشکیل شورای هماهنگی سران قوا به دستور رهبر و ارجح دانستن تصمیمات این شورا بر تصمیمات مجلس شورای اسلامی از آخرین موارد نقض حاکمیت قانون توسط رهبر ایران به شمار می رود. دو، قانونی کردن تبعیض به نام اسلام. از آنجا که پایه و اساس حکومت در جمهوری اسلامی شریعت اسلام و قواعد و احکام اسلامی است، تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی شکل قانونی یافته و نهادینه شدند. زنان حقوق برابر با مردان ندارند. حقوق مسلمانان و شیعیان با حقوق ادیان و مذاهب دیگر یکسان نیست. توزیع قدرت عادلانه انجام نمی شود و مردم در قدرت سهم برابر ندارند. سه، انتصابات یا انتخابات دو مرحله‌ای جایگزین انتخابات آزاد، سالم و عادلانه. همانطور که در بالا ذکر شد، سازمان بین المجلس معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه را برشمرده است. بر اساس این قوانین همه آحاد ملت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت برابر دارند. تبعیض در حق انتخاب شدن، برتر شمردن بخشی از جامعه بر دیگران، استثناء کردن بخشی از قدرت از قاعده گردش نخبگان و محروم کردن بخشی از جامعه از مشارکت در انتخابات در تناقض آشکار با انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است. اعمال نظارت استصوابی توسط منصوبان رهبر ایران در شورای نگهبان و دستچین کردن کاندیداها هیچ تناسبی با معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ندارد. اینکه از حدود 16,000 کاندیدای انتخابات مجلس 11 تنها حدود 5,000 نفر تایید صلاحیت و مابقی پیش از انتخابات مردم از دور رقابت ها حذف می شوند، اسمش هرچه باشد انتخابات نیست. اعمال نظارت استصوابی و حذف بخشی از کاندیداها به بهانه احراز صلاحیت، یعنی تبدیل آن به انتصابات. اعمال نظارت استصوابی یکی از مستندات آزاد نبودن انتخابات در ایران است. اصولاً تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، حذف دگراندیشان، منتقدان و مخالفان سیاسی، نداشتن آزادی بیان و جلوگیری از طرح عقاید سیاسی متفاوت، محدود شدن حق انتخابات به دین و مذهبی خاص و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه از جمله نافی آزادی انتخابات هستند. 4، پرهیز از شفافیت و قابل حسابرسی و پاسخگو نبودن قدرت. تقسیم قدرت به نهادهای انتخابی و غیر انتخابی و اولویت بخشیدن به نهادهای غیر انتخابی، همچنین پاسخگو نبودن رأس قدرت
و نهادهای وابسته جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک تبدیل می شود. کسب رتبه 138 از مجموع 180 کشور ارزیابی شده توسط سازمان بین المللی شفافیت نشان می دهد که ایران با یکی از مهمترین اصول دموکراسی یعنی شفافیت فاصله بسیار دارد. رهبر ایران به عنوان عالی ترین مقام کشور اگرچه طبق قانون باید به مجلس خبرگان پاسخگو باشد، ولی در 40 سال گذشته هیچ گزارش یا نشانه‌ای دال بر پاسخگویی رهبر به مجلس خبرگان مشاهده نشده است. بخش عمده از بودجه کشور در کنترل رهبر ایران است و کسی از نحوه هزینه کردن آن مطلع نیست و جامعه مدنی امکان نظارت و حسابرسی بر ارکان قدرت را ندارد. 5. زایل کردن اصل تفکیک قوا با قدرت بخشی به نهاد ولایت فقیه. اصل تفکیک قوا در نظام‌های دموکراتیک برای پیشگیری از دیکتاتوری است، اما در جمهوری اسلامی بخشیدن قدرتی فرای قوای سگانه به ولایت فقیه و مشروط شدن مشروعیت قوا به تایید رهبری به معنای این است که همه در خدمت یک نفر هستند. 6. تبدیل قوای قضایی، نظامی و انتظامی به ابزار اعمال قدرت. انتصاب ریاست قوه قضایی توسط رهبر ایران است. در عمل نه تنها چیزی به نام استقلال قضایی باقی نگذاشته، بلکه دستگاه قضایی را به ابزار اعمال قدرت تبدیل کرده است. رهبر ایران با در اختیار گرفتن قوه قضاییه و نیروهای مسلح عملاً صاحب قوه قهریه شده است و هر نهادی را می تواند تحت کنترل خود درآورد. 7. کنترل جامعه مدنی. اینکه به گواهی سازمان‌های بین‌المللی ایران همواره یکی از 5 کشوری بوده که بیشترین خبرنگار زندانی را داشته است، یکی یعنی جامعه مدنی در ایران با تهدید بزرگی روبروست. توقیف فلعی مطبوعات، دستگیری، شکنجه و حبس فعالان سیاسی و مدنی، تعطیلی احزاب و نبود احزاب فراگیر در کشور و سانسور نویسندگان، فیلمسازان و هنرمندان جملگی نشانه‌هایی از تهدید و نبود جامعه مدنی در کشور است. در انتها با بررسی معیارها و اصول انتخابات آزاد و شرایط حاکمیت ملی و تطبیق آن با شرایط سیاسی نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه دست می‌یابیم. انتخابات در ایران سالهاست به انتصابات تبدیل شده است، چرا که اعمال نظارت استصوابی بسیاری از شهروندان را از حق انتخاب شدن محروم کرده و سبب شده است قدرت در اختیار یک گروه خاص از پیروان و ملتزمان به اسلام و ولایت فقیه قرار گیرد. نظام جمهوری اسلامی نه یک نظام دموکراتیک است و نه واجد صفت شبه دموکراسی، چرا که حداقل شروط دموکراسی یعنی انتخابات آزاد، سالم و منصفانه را رعایت نمی کند. حاکمیت ملی جای خود را به حاکمیت اراده ولایت فقیه داده و آن که سرنوشت مردم را تعیین می کند شخص ولی فقیه است که بیش از 2/3 قدرت را مستقیم در اختیار دارد و با صدور احکام حکومتی به تعیین سیاست‌های کلان مابقی قدرت را که در اختیار نهادهای انتخابی است نیز در کنترل گرفته است. حکومت ایران از آنجا که مقید به رعایت هیچ کدام از معیارها و اصول دموکراسی نیست، واجد صفت دموکراتیک نیست. این حکومت از آنجا که با اراده ولی فقیه اداره می‌شود و قوای نظامی، انتظامی و قضایی آن به ابزار اعمال قدرت تبدیل شدن، یک نظام اقتدارگرا و دیکتاتور است. تشکر میکنم از توجه شما عزیزان. بسیار هم متشکریم از شما جناب آقای
بادیپور عزیز، از مطالبی که جمع‌آوری کرده بودی در مورد دموکراسی و میشه گفت دموکراسی و نقض اون در جمهوری اسلامی ایران. خب میشه گفتش که دوستان اگر نظری هم دارید لطفاً دست بلند کنید، نظرات و انتقادات خودتون راجع به این موضوع سخنرانی و اینکه میشه گفتش که دموکراسی یه جورایی یعنی طلب حق، قول معروف میگن حق گرفتنی دادنی که نیست، و همونطور که همیشه میگیم که دموکراسی یعنی انتخابات، همون تمرین دموکراسی کوچکی که ما در مجمع‌های عمومی کانون خودمون انجام میدیم، یعنی این که بچه ها از هم، دوستان همکاران از هم انتقاد بکنن، پیشنهاد بدن و رأی‌گیری تمرین، یک تمرین کوچک برای حق طلبی است، حق شماست. یک عزیزی یک بار گفت فلانجا من رأی بدم برای چی؟ دلیلش چیه که شما میگی رأی بدم؟ گفتم رأی حق شماست، طلب حق. و خدمتتون عرض کنم که خب جناب آقای میلاد ترغیبی عزیز صحبت دارید، بفرمایید. من که شما هستم. درود و عرض ادب. صدای من هست تو جلسه؟ درود و عرض ادب خدمت همه همکاران عزیز و کسایی که صدا و تصویر ما رو دارن. یک نکته رو میخواستم به خدمت شما عرض کنم که دموکراسی با کل جمهوری اسلامی در تضاده. شما وقتی نگاه میکنید اسم کلمه‌ای که از این دولت و این حکومت رو تشکیل داده هست جمهوری اسلامی. جمهوری به معنای آحاد مردمی، یعنی کل مردم، فرقی نداره کی هست، چه جوری هست، چه پوستی داره، چه رنگ پوستی داره، چه نژاد، که کلمه اصلا قابل بحثی نیست چون وجود نداره امروز، و چه دینی داره، چه آینی داره. جمهوری به این معناست. وقتی کلمه اسلامی میاد پشت این جمهوری، یعنی جمهوری فقط برای اسلام، و در نظر اینها، در نظر ولایت فقیه، اسلام درست یعنی شیعه. پس نه سنی شامل این میشه نه سایر ادیان دیگه. و ما اگر بخوایم دموکراسی رو در دین اسلام جستجو کنیم، باید رجوع کنیم به کتابش. موقعی که به کتابش رجوع میکنیم، اگر یک مورد، یک نمونه از دموکراسی توی این کتاب هست، خوشحال میشم دوستان به من اطلاع بدن یا بگن، یا هر شخص دیگه. اینا از اسلام که میاد. اسلام پایه و اساس جمهوری اسلامیه، و کسی که میاد به خانم مهسا امینی رو اینجوری شکنجه میکنه و میکشه، داره به دستورات اسلام و قوانین جمهوری اسلامی، قوانین جمهوری اسلامی رو تایید میکنه و همچین بلایی سر این شخص میاره. به نظر من ما اگر زمانی رو میایم تو این کانون و در این کانون آگاهی رسانی میکنیم، باید به ریشه و اصل این نظام اشاره کنیم و در این جهت آگاهی رسانی کنیم، تا یک ناآگاهی به وجود نیاد که جمهوری اسلامی دیگری بعد از این حکومت بر سر کار بیاد. همون جوری که سال 57 مردم خواهان این بودن. واقعا شما وقتی نگاه میکنید توی خانواده ها بسیاری مذهبی بودند که جمهوری اسلامی رو سر کار آوردن و خمینی رو سر کار آوردن، چون هیچ اطلاعی از قرآنشون، از دینشون و دستورات ناقض حقوق بشر نداشتن، فقط میگفتن مقدسه، و این مقدس بودنه بود که همچین بلایی سر ایران آورد. ممنون که مایکو در اختیار من قرار دادید. بسیار متشکرم شما. بله، صحبت‌های آقای ترغیبی عزیز معنیشون همون تقدس‌گرایی بود، با آگاهی حق خواستن. حق خواستن هم باید آگاهی داشته باشیم. وظیفه NGO‌ای است مانند کانون دفاع از حقوق بشر هستش که ما آگاهی رسانی به این دلیل میکنیم که اگر حق طلبی هم میشه، با آگاهی حق طلبی بشه، که مثل گذشته
از چاله به چاه دیگری ملت و عزیز و شریف و هموطنان ما نیفتن. همینطور ما در مورد دموکراسی و جمهوریت، خب جناب آقای حسنزاده محترم صحبت دارم، بفرمایید. ماکتون آزاده. بعد از آقای حسنزاده اگر جناب آقای شفایی محترم موهبت کنن در یک چند جمله در مورد دموکراسی جمهوریت برای ما صحبت کنن بسیار متشکرم. آقای حسنزاده بفرمایید. سپاس از شما جناب تفکری. ممنون از دوست عزیزمون که سخنرانی کردن، آقای داوود واحدی پور در مورد دموکراسی صحبت کردن. یه بخشی از نشون دادن سیستم های دموکرات خب چیز هست، انتخاباتش هست، یعنی یه بخش عمده ای هم هست که نشون میده اون سیستم واقعا دموکراسی داره و رأی مردم براش مهمه. دوستان هر جا که شما رأی بدید و مثل حادثه سال 88 اتفاق افتاد توی جمهوری اسلامی ایران، عده زیادی اومدن گفتن آقا این تعدادی که ما جمع شدیم و اعتراض میکنیم هممون به یک گروه یا یه شخص خاصی رأی دادیم، پس رأی ما کو. اگه یادتون باشه شعار رأی ما کو بود. مردم به بینش و آگاهی بهتری دست پیدا کرد. سیستمی که انتصابات داره واقعا توی اون سیستم، به نظر شخص بنده شاید اشتباه کنم، توی اون سیستم پای صندوق رأی رفتن یا توی انتخابات شرکت کردن ایراد داره. نه ایراد برای شخص خودتون، ایراد برای کل جامعتون، ایراد برای کل کسانی که توی اون سازمان و گروه یا اون دولت سیاسی قرار داره. من به شخصه واقعا جایی که انتصابات وجود داشته باشه رو سعی میکنم سریع درک کنم و پیدا کنم. من به شخصه توی نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان که انتصابات هست و انتخابات به صورت فرمالیته وجود داره و نمایش دموکراسی هست نه شرکت کردم نه شرکت خواهم کرد. درسته آدم دید باز میکنه، کسی که دنیا رو میتونه ببینه، کسی که کشورهای دموکراسی میتونه توشون زندگی کنه درک کنه. انتخابات توی کشور آلمان هم هست، اما تضمینی برای رعایت کل دموکراسی توی این کشور وجود نداره. ما کلمه پرسفرایهایت یا آزادی مطبوعات رو توی آلمان داریم، ولی خودم به شخص شاهد بودم که یک رسانه رو، یه دولت، یه ایالت، یک رسانه رو محدود کرد برای اینکه گزارشی رو صادر نکنه. این شاهد به هر حال حقوقی داره، یعنی وکلا این رو دیدن و خود ما دیدیم. پس تضمینی وجود نداره. دموکراسی شاید یک روزی قدیمی بشه که من شنیدم از کسانی که توی رشته‌های سیاست به هر حال درس خوندن، سالهاست دارن مقاله می‌نویسن و با دنیای اطرافشون در ارتباطن، همین رو میگن که شاید سیستم دموکراسی هم یه جور قدیمی بشه و ممکنه سیستم‌های بهتر یا حتی بدتری سر کار دولت‌ها قرار بگیره. امیدوارم دوستان هم کمک کنن به آگاهی خودشون و از همه مهمتر اون آگاهی رو نشر بده. این مهمترین وظایف ماها هست و امیدوارم کشور ما یه روزی آزاد باشه. ممنونم آقای تفکری. بسیار متشکرم از نقطه نظر شما جناب حسنزاده محترم. بله آقای حسنزاده در مورد آگاهی رسانی صحبت کردن که همون آگاهی رسانی و آگاهی رسانی هدف راهبردی کانون دفاع از حقوق بشر و تمامی بیشتر انجام های حقوق بشری هستش که مردم آگاه بشن. به نکته اشاره کردن در مورد انتخابات و تجمعات اعتراضی سال 1388، بله در اون انتخابات ما هم بودیم در اعتراضات و می گفتیم که رأی من کو، رأی منو پس بده. بعد از 10 سال همونطور که در کلاس های حقوق بشری که شرکت کردیم با استاد شما شفایی بودن،
همه میگفتن که خب این حقوق بشر چجوری عمل میکنه، این آگاهی رسانی چجوری عمل میکنه. همیشه میگفتن که یک سال، دو سال، ده سال، شاید صد سال هر حرکت حقوق بشری طول کشیده که انجام بشه. اما در کشور ما میبینیم دقیقا بعد از یک دهه 88 تا آبان 98 مردم اومدن توی خیابون گفتن که حق من کجاست، حق من. پس این آگاهی رسانی داره عمل میکنه. آگاهی رسانی دوستان از طریق مدیا، سوشال مدیا، آگاهی رسانی نوین داره انجام میشه، همونطور که در کل کامیونیتی، در تمامی شبکه های اجتماعی باید حضور داشته باشیم. وبلاگ های تخصصی خودمون، شبکه های اجتماعی کانون، لایک کردن، شیر کردن، این آگاهی رسانی نوینه. قبلن ها میشستن دوستان در کنار هم و دو تا چایی میخوردن راجع به سیاست صحبت میکردن، اما الان فاصله افتاده و ما میتونیم با شیر کردن تمامی این پست ها در آگاهی رسانی برای ملتمون و هموطنانمون سهیم بشیم و شریف بشیم در تمامی سوشیال، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، هر جای. باز هم اگر نظری در مورد دموکراسی دارید در خدمتون هستیم و الان گوش میدیم به صحبت‌های جناب آقای شفایی محترم. بفرمایید، در خدمت هستیم. مرسی، خیلی ممنون. حتی دوستمون جناب واحدی، وحیدی اشتباه کردم، خوب صحبت کردن. آقای حسنزاده هم توضیحات خوبی دادن. من در واقع زیاد مطلب اضافی نمیخوام بگم، فقط یه یاداوری. اساس دموکراسی یعنی در واقع حضور مردم و نظارت بر امور دولت به صورت حضور فردی یا به عنوان یک نماینده. حالا اصطلاحاً میشه حکومت مردم بر مردم، یا برتری مردم، یا مدیریت مردم با مدیریت مردم. یعنی این در واقع نوع کلمه دموکراسی است. حالا من سعی میکردم از کلمه حکومت استفاده نکنم، ولی راهی پیدا نشد دیگه، نه؟ که بتونم کلمه حکومت که اصلا من مخالفشم استفاده بشه. در واقع دلم میخواست یه جمله بهتری پیدا کنم. ولی در واقع مردم زمانی میتونن دموکراسی رو احساس کنن که خودشون در تصمیم گیری ها شریک باشن، چه به صورت حضور در مدیریت یا انتخاب مدیر برای مدیریت، و همیشه هم حضور در صحنه داشته باشن. این در واقع اصل دموکراسیه. اگر هر اتفاق غیر از این بیفته عملا نیست، و برای این حضور ضرورت داره که آگاه باشه. یعنی اگر یک جامعه آگاه شد، میتونه شخص آگاه برای مدیریت خودش آماده کنه، و اگرم خودش فرصت رو نداشت، یا مطالعاتش رو نداشت، یا درکش رو نداشت، یا توانش رو نداشت، میتونه نمایندش رو آگاهانه انتخاب کنه. یعنی این مسئله اصلی هستش. و فعلا همینطور که آقای حسنزاده فرمودن، فعلا دموکراسی برترین نوع حضور مردم در تصمیم گیری هاست و در دولت هاست. حالا اینو چگونه بعدها عوض خواهد شد نمیدونیم. یا همینطور که مثلا من همیشه میگم این سی ماده اعلام جان حقوق بشر بهترین تصمیمی که جامعه جهانی خود انسان برای خودش گرفته. حالا اگر این 30 تا بعدا بشه 100 تا، خب بشه. 30 تا بشه 18 تا، خب بشه. بالاخره تصمیم خود مردمه. یعنی این تصمیم مردمیه در واقع، تصمیم قدرتی نیست، تصمیم از بالا نیست. این مسئله خیلی مهمیه که ما در واقع برای دموکراسی یا حکومت مردم بر مردم داشته باشیم. من بیشتر اگه بخوام صحبت کنم، باز دارم حرفای دوستای دیگر رو به قول من تکرار میکنم. اگر تو این بخش سوالی هست، نقصی میبینید، چیزی میبینید، من میتونم
صحبت کنیم. بسیار هم متشکریم از شما جناب آقای شفایی محترم. صحبت شد در مورد انتخابات یا همون یا به قول خیلی از دوستان انتصابات. ما یک انتخاباتی داریم در کشور عزیزمون ایران به نام انتخابات مجلس خبرگان که کارش نظارت در امور کار رهبر هستش و انتخاب رهبر هستش. چندی پیش، هفته پیش شنیدیم که رهبر مجلس خبرگان رو به حضور نپذیرفتن. حالا این مجلس خبرگان به جای نظارت بر کار رهبر میخواسته بره چیکار کنه؟ میخواسته بره گزارش کار بده. کاملا عوض شده جا. و اینکه به حضور نپذیرفتن و حالا صلاحیت اون کسایی که میان توی انتخابات خبرگان رهبری شرکت میکنن رو کی تایید میکنه؟ شورای نگهبانی که رهبر تایید. جالب. خب جناب آقای ابوالفرض رجب نژاد دستشون بالاست، بفرمایید در خدمت هستیم. من هم درود می‌فرستم به شما همکاران گرامی، امیدوارم سلامت داشته باشید. به عنوان همکار جدید در خدمت شما هستم. در رابطه با صحبت‌های استاد عزیزم آقای شفایی خواستم یه مطلبی رو عنوان کنم که در رابطه با دموکراسی ما نیازمندیم به آموزش. متاسفانه در ایران و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی چیزی به نام آموزش دموکراسی از مدارس ابتدایی تا حرفه‌ایمون که میشه دبیرستان قبل از یعنی پایان یافتن دیپلممون هیچ نوع آموزشی به نام آموزش دموکراسی وجود نداره. پای اساس مجموعه دانایی و دانش که هر انسان باید داشته باشه نیازمند با آموزش، آگاهی از آموزش. ما متاسفانه توی قضایا هیچ نوع موضوعی رو که در واقع با اطلاعات عمومی در واقع با دموکراسی باشه رو آموزش نهیم. یکی از مطالب اساسی همینه که ما باید ریشه‌یابی کنیم در جمهوری اسلامی که چرا این کار کرد. اگر توجه کنیم به دهه 60 زمانی که انقلابشون پیروز شد، انقلاب اومدن بازیابی کردن، انقلاب فرهنگی بروز کرد، انقلاب فرهنگی که به نفع خودشون باشه. اگه ما توجه کنیم جمهوری اسلامی تمام قوانین تمام سیستم ایران رو بر اساس اسلام پایه‌گذاری کرده و نمیخواد آگاهی بیشتر از این بده. آگاهیش میخواد در حیطه اسلام باشه. کسی که دانش رو میبره بالا نیازمند این که در راستای دموکراسی تلاش کنه. ولی متاسفانه تمام سردمدارای ایران اگر هم دانش به خصوصی یا به خصوص به مذهبی باشه، دانششون مذهبی باشه، هیچ وقت نیومدن در رابطه با دموکراسی بحث کنن و در این موضوع صحبت باز داشته باشن. خواستم در رابطه با مذهب، دین و قوانین مذهبی گرایشاتشون پیش ببرم و به همین ترتیب 43 سال تونستم بر مردم به قول خودمون حالا حکومت کلمه اشتباهی حکمرانی کنم. من در پایان سخنم فقط میخواستم اینو بگم که ما جامعه ایران الان نیازمند به آموزش هستش، آموزشی که انسان رو فریخته میکنه. امیدواریم به اون روز برسیم که آموزش در کل ایران آموزش درست رواج پیدا کنه، از اصولهای مختلف از ابتدایی تا راهنمایی تا دبیرستان که ما بتونیم با مردمی سر کله بزنیم، یعنی با قول خودمون روبرو بشیم که دانششون بالا باشه. ما نیازمند به دانش هست. خب جناب رجب زاده محترم خدمتتون عرض کنم که همونطور که ایشون گفتن سیستم آموزشی باید آموزش داده بشه، آموزش و آگاهی رسانی که همون خبری که در قسمت گزارش و تحلیل جا افتاده بود و من خدمتتون اعلام کردم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حکم انحلالش رو دادن و
بسته شدن تمامی کتابخانه‌هاش، آگاهی رسانی، باخرد شدن و کلن اون نقطه سیب رو پیدا کردن که از پایه باید هیچ آگاهی وجود نداشته باشه. کلیپی دیدم در یکی از این فضاهای مجازی بود، یک سری کتاب رو کتابخانه دانشگاه امام صادق ریخته بود بیرون و در جنوب شهر تهران میتونستی که تو این جاهایی که زباله نگه میذارن در عطرهای بزرگ این کتاب ها رو کیلویی میفروختن. و چی بگم؟ خب دوستان صحبتی در این مورد، جناب آقای شفایی محترم با صحبت دارن، بفرمایید، در خدمت هستم. من در مورد خود آموزش من میخوام بگم که دقیقا وقتی که دولت مردامون قصدشون در واقع دیکتاتوریه، قصدشونه که با قدرت خودشون در مسند قدرت قرار بگیرن، طبیعتا آموزش رو فراموش میکنن. در زمان پهلوی هم همینطور، در الان هم همینطور. یعنی شما از زمانی که همین اعلامیه جهانی حقوق بشره 30 ماده‌ای که در 2 صفحه میشه نوشته بشه و این همه کتاب، انواع اقسام کتاب ها رو چاپ کردن و حتی 3 مدل کتاب درس عربی خوندیم، اما این 30 ماده رو نه اون نسل یاد گرفت نه این نسل یا نسلهای بعدی هم یاد نخواهند گرفت. اینه که این زحمتش گردن فعالان حقوق بشر هست، همکارهای مثل ما و شما دوستان و دوستان شما که روی این قضیه باید کار کنیم که بتونیم این آگاهی رو تبدیل به آگاهی جمعی بکنیم، آگاهی فردی تبدیلش به آگاهی جمعی. اونم قاعدتا به صورت داشتن وبلاگ دوستان ماست، معرفی وبلاگ هاست، به اصطلاح پخش عرض کنم که اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون هاست و آشنا کردن مردم به حقوق ذاتی و شهروندیشون. و اینم زمان بره ولی به نظرم داره تندتر جلو میره. یه زمانی من تو فکر 300 سال بودم ولی به نظرم نصف شده باشه. حالا یه مقداری امیدوارم باز شما بیشتر کار کنید، بیاد کار جلوتر، جوونامون بیشتر کار بکنن. من تو هم دیروز یه امتحان ورودی داشتیم، مثلا دختر خانم مثلا 20-21 ساله وارد مجموعه شده، خیلی خوبن. یعنی اینا در واقع پرکننده جای اصلیه، چون هم پر جنب و جوشن، هم پر انرژی هن و چیزی هم که درک بکنن میخوان منتقل بکنن، خیلی عالیه و خوشحالیم. حالا تا ببینیم که به کجا میرسیم، ولی حقیقت تلاش تک تک ما هاست. یعنی این آگاهی رو دیگه با این امکانات رسانه‌ای که الان وجود داره باید هممون تلاش بکنیم در حد توانمون در هر شکلی که میتونیم. مرسی. بسیار متشکریم از نقطه نظر شما جناب شفایی محترم. آگاهی رسانی دوستان فراموش نشه و وبلاگ هاتون. یک گوشه‌ای جناب آقای شفایی گفتن در مورد امضا شدن و نوشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دوران پهلوی بوده، شاید گرایش شخصی من چیز دیگه ای باشه، اما همیشه این انتقاد رو من داشتم که آقای محمدرضا شاه پهلوی در موقع خروج از ایران سخنرانی کردن و در اون لحظه گفتن که ما صدای ملت را شنیدیم و حقوق بشر را اجرا خواهیم. پس اون دوره هم حقوق بشر هنوز شروع به اجرا نشده بود. شاید پایه‌گذاری هایی شده بود ولی هنوز اجرا نشده. خب بی‌وقفه میریم به قسمت بعدی برنامه. سخنرانی جناب آقای محمد مهدی خسروپناه با عنوان نقض آزادی اجتماعی. حالا هر نوع آزادی. خب جناب آقای خسروپناه بفرمایید، در خدمتتون هستیم. با سلام. جا داره در اول عرایضم درگذشت دختر سرزمینم بانو مهسا امینی را خدمت خانواده محترم آن و همه سروران گرامی تسلیت عرض کنم.
پیکار زنان علیه تبعیض و نابرابری بی‌حقوقی اعمال شده بر آنان کشاکشی به درازای عمر رژیم حاکم بر ایران است. جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن اعمال سیاست سرکوب و بی‌حقوقی مطلق زنان را در دستور کار خود قرار داد. تحمیل حجاب اجباری نقطه آغازی برای تحمیل دیگر نابرابری‌ها و تبعیضات جنسیتی رژیم علیه زنان بود که طی 43 سال گذشته قدم به قدم و بی‌وقفه بر تمام شئونات زندگی آنان اعمال شده است. بر این همه به رغم به کارگیری سرکوب عریان زنان اما سکوت نکردند. به ارعاب و تهدید راهی پستوی خانه ها نشدند. آنان با هر تعرض و بی‌حقوقی تا حد امکان به مقابله برخاستند. سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را به چالش گرفتند. به اشکال مختلف در مقابل اراده هیئت حاکمه برای تحمیل نابرابری و دیگر تبعیضات جنسیتی ایستادند و به آسانی تسلیم سیاست‌های تحمیلی رژیم نشدند. این پیکار نابرابر از همان فردای حاکمیت جمهوری اسلامی شروع شد. در 17 اسفند 1357 با عزم پولادین در مخالفت با فرمان حجاب اجباری دی خمینی به چالشی بزرگ و آشتیناپذیر زنان با جمهوری اسلامی تبدیل شد. کشاکشی که به رغم فراز و فرودهای بسیار هرگز متوقف نشد. از حرکت پویایی باز نایستاد و متناسب با شرایط جامعه به اشکال مختلف بروز کرد. به تجربیات خود افزود و بر روند مبارزاتی خود غنا بخشید. جدال و مقاومتی که اکنون بیش از هر زمان دیگری در متن جامعه به طور علنی اعلام موجودیت کرده است. در یک سوی این کشاکش و جدال نابرابر جمهوری اسلامی با همه دستگاه‌های سرکوبگر و تبلیغاتیش ایستاده است تا بردگی زنان را به استمرار بخشد و در سوی دیگر آن زنان ایستادند که این روزها برای برخورداری از حق آزادی انتخاب پوشش و گسستن تمام رنج‌های بردگی تنیده بر جسم و جانشان به طرز شگفت انگیزی قد برکشیدند. موضوع حجاب اجباری در ایران از 43 سال پیش آغاز شد. از شعار شدیداً توهین آمیز یا روسری یا توسری که تکه بر مذهب، اخلاق و ایدولوژی داشت و به همین دلیل قبل از تصویب قانون اجرایی شد و این اجبار از ادارات دولتی آغاز شد. از آنجا که این ادارات ملک خصوصی دولت تلقی می شد، از ورود زنان بی حجاب جلوگیری به عمل می آوردند. در دی ماه سال 1396 زنی جوان در آستانه 30 سالگی بر بلندی شهر رفت و شال سپیدش را بر سر چوبی به اهتزاز درآورد. حرکت این زن جوان علنی، شجاعانه و متمدنانه بود. این حرکت تنها تمام ویژگی های یک اعتراض مدنی مسالمت آمیز را با خود به همراه داشت و سرآغاز این نافرمانی مدنی زنان ایران بود. اعتراض های پراکنده و مقاومت در برابر دستگیری های حجاب اجباری در خیابان ها ایران بود. اعتراض از طریق فضای مجازی به شرایط نابرابری و حتی موارد دیگر همچون مبارزه برای حق ورود زنان به استادیوم، اعتراض به دستگیری های زنان به بهانه حجاب اجباری و همچنین دیگر حرکت های مدنی از جمله حق دوچرخه سواری زنان و اعتراض به اسید پاشی را می توان نام برد. این حرکت ها به معنی فعالیت های فردی زنان است که در برخی موارد رهبری های کوچک و فردی را به همراه داشته است و در نهایت موجب تقویت پتانسیل های نهفته آنها در اجتماع شده است. هرچند حرکت های فردی پراکنده را نمی توان همانند یک جنبش منسجم و همگون در نظر گرفت، اما این حرکت های فردی عاملیت زنان را در جامعه افزایش داده است و همراه با نافرمانی های مدنی توانسته است بخش های بیشتر و عمیق‌تری از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. سرپیچی های مدنی و اعتراضات زنان به طریق مختلف که در ابتدا مورد توجه قرار نگرفت و برخی از آنها همچون حرکت دختر انقلاب سرکوب شد، اما نهایت توانسته است آگاهی بسیاری از زنان از جمله نسل جدید را بالا ببرد. به همین دلیل دادن احکام حبس طولانی مدت برای فعالان حجاب اجباری یکی از واکنش‌های سرسختانه به تقویت عاملیت زنان در اجتماع است که در جامعه امروز ایران در حال افزایش است. از نیمه دوم تیر ماه 1401 جمهوری اسلامی با ساماندهی قرارگاه 21 تیر اجرای طرح سوخته عفاف و حجاب را در پیش گرفت
اذیت و آزار زنان به طرز فرازنده‌ای افزایش یافت. پیشبرد این سیاست سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در این بازه زمانی در 20 تیر ماه سال جاری با دستگیری تعدادی از مادران دادخواه آبان 98 آغاز شد. مادران دادخواهی که علاوه بر ایستادگی بر دادخواهی فرزندان جانباختانشان همینک با مبارزات زنان برای تحقق حق آزادی انتخاب پوشش نیز همگام شدند. همزمان با دستگیری مادران دادخواه، گشتنی نیروهای ارشاد برای بازداشت و مقابله با زنان و دختران بدحجاب نیز شتاب گرفت. علاوه بر گشت ارشاد، زنان و مردان حزب الله نیز به پشتوانه نیروهای سرکوبگر رژیم در خیابان‌ها و اتوبوس‌ها و مترو با زنانی که به زعم آنان از پوشش شرعی برخوردار نیستند درگیر می‌شوند و با زنگ زدن به نهادهای سرکوبگر رژیم زمینه‌های تعرض و دستگیری آنها را فراهم می‌کنند. آنچه که اکنون تحت عنوان مبارزه با بدحجابی یا بیحجابی در سطح خیابان‌ها و متن جامعه جاری است، به اعمال همان شیوه‌های سرکوبگرانه گذشته است که این روزها با حدت بیشتری بر سر زنان آوار شده است. سیاستی که طی 43 سال گذشته مدام تکرار شده و هر بار هم در پی مقاومت قهرمانانه زنان به شکست و ناکامی رژیم منجر شده است. این بار اما مقاومت زنان در نفع حجاب اجباری و تحقق مطالبه و حق آزادی انتخاب پوشش در قد و قواره کاملا متفاوت با گذشته در جامعه شکل گرفته است. این بار جمهوری اسلامی با زنان و دخترانی مواجه است که برای نگفتن به حجاب اجباری آشکارا حجاب از سر بر میگیرند، در خیابانها و معابر عمومی بدون روسری و بعضا بدون مانتو ظاهر میشوند، در مقابل گشت ارشاد میایستند، بازداشت و زندان را به جان میخرند، تذکرات زنان و مردان حزب الله را نادیده میگیرند، از تهدیدهای امنیتی نمی هراسند و آشکارا بذل تبحر و بیباکی را در زمین مبارزاتی زنان ایران می پاشند و بدین سان رویش شجاعت را در جای جای ایران تکثیر می کنند. تصاویری که طی روزهای گذشته در فضای مجازی دست به دست شدند جملگی گواه روشنی بر رویش شجاعت در زمین کارزار مبارزاتی زنان علیه تبعیض و بی‌حقوقی و نابرابری است که این روزها به طور سمبولیک در شعار حجاب بی حجاب تجلی یافته است. ماجرای سپیده رشنو در درون اتوبوس شهری ویدیویی پخش شده از صحنه‌های درگیری زن جوان چادری با زنان بدحجاب نشسته در اتوبوس تصویر روشنتری از رویش مقاومت و شجاعت را در متن جامعه به نمایش می‌گذارد. در این ویدیو نشان داده می‌شود که یک زن جوان چادری مشغول مجادله با بحث تون با برخی از زنان داخل اتوبوس است. زن چادری تذکر حجاب داده است و بی‌توجهی به این تذکر او را سخت برآشوبانده است. در پی بروز و خشم برآشفتگی حاصل از این بی‌توجهی، زنان به اصطلاح بی‌حجاب نسبت به تذکر حجاب زن چادری تهدید به بازداشت سپیده رشنو که تذکر او را نادیده گرفته است، مشغول فیلمبرداری از او و به دیگران می‌شوند و در ادامه این تعرض وقیحانه زن حزب اللهی مسافران به صورت جمعی به حمایت از سپیده رشنو برمی‌آیند و زن آزارگر حزب اللهی را از اتوبوس بیرون می‌کنند. غروب همان روز 25 تیر ماه اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از بازداشت سپیده رشنو خبر داد. در کنار انبوه تصاویری که این روزها از مقاومت زنان و کشف حجاب آنها در خیابان و معابر عمومی به نمایش درآمده‌اند، ویدیوهای دلخراشی هم در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود که درندگی ماموران پلیس و گشت ارشاد را نشان می‌دهند. مامورانی که به دنبال اجرای طرح عفاف و حجاب زنان و دختران و به اصطلاح بدحجاب را با تعرض و خشونت تمام به درون ون و ماشین پلیس پرت می‌کنند. در یکی از این ویدیوها مادری مضطرب با قرار گرفتن در جلوی ماشین ون گشت ارشاد به التماس فریاد می‌زند: دخترم بیمار است، او را نبرید. ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی اما بی‌توجه به وحشت فزاینده این مادر که نگران دختر بیمارش است، او را از جلوی ون پس می‌زنند و دختر بیمارش را با خود می‌برند. در این چند روز اخیر همه دیدن برخورد با مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که توسط گشت ارشاد به علت بی‌حجابی بازداشت شد و در آخر جسم نیمه جان آن به بیمارستان منتقل کردند و در آخر جنازه دختر جوان تحویل خانواده او شد. مگر او آرزو نداشت؟ مگر او انسان نبود؟ چقدر باید دختران و زنان ایران امثال مهسا امینی‌ها فوت شوند که اینجور قوانین و سرکوب ها پایان یابد تا همه
زنان و دختران سرزمینم آزاد باشند. با این همه، آنچه این روزها در جامعه جاری است تنها گوشه ای از کشمکش زنان با جمهوری اسلامی است که اکنون در نفع حجاب اجباری و برخورداری از آنان از حق آزادی انتخاب پوشش تبلور یافته است. پوشیده نیست جدال واقعی زنان با دولت دینی حاکم بر ایران بسی فراتر از موضوع نفع حجاب اجباری است. جمهوری اسلامی طی 43 سال گذشته بی حقوق مطلق زنان را در جامعه نهادینه کرده است. هیئت حاکمه ایران با سرکوب عریان به وضع قوانین شرعی نابرابری و تبعیضات جنسی را در جای جای شؤونات زندگی زنان بست داده است. زنان ایران در عمل به شهروندان درجه دومی تبدیل شدند که بدون اجازه همسر یا پدر حتی حق مسافرت نیز ندارند. لذا روشن است جدال بر سر نفع حجاب اجباری تنها یکی عرصه از مبارزات پایان ناپذیر زنان ایران با جمهوری اسلامی است. جدال واقعی زنان همانا رهایی از ستم، بی‌حقوقی، نابرابری و تمام تبعیضات جنسیتی تحمیل شده بر آنان از سوی رژیم جمهوری اسلامی است. تبعیضاتی که ریشه در ماهیت نظام دینی و سرمایه‌داری حاکم بر ایران دارد. مبارزات و مقاومت‌های زنان برای نفع حجاب اجباری و برخورداری از حق آزادی انتخاب پوشش که اکنون در جامعه جاری است، واکنش‌های متفاوتی را چه در درون حکومت و چه در بطن جامعه برانگیخته است. جمهوری اسلامی وحشت زده از مبارزات زنان که مدام در حال گسترش است، تمامی دستگاه‌های سرکوب و تبلیغاتی خود را به راه انداخته است تا جلوی گسترش موج فزاینده تکثیر شجاعت زنان را در جامعه بگیرد. پرونده سازی، اتهام زنی، به کارگیری الفاظ بسیار رکیک علیه زنان که با شعار حجاب بی حجاب در خیابان‌ها و معابر عمومی روسری از سر برمی‌دارند به شیوه رایج صدا سیما امامان جمعه و نهادهای سرکوبگر رژیم تبدیل شدند. مبارزه زنان برای رهایی از پوشش اجباری عملاً رژیم را به استیصال و شکست کشانده است. این جدال کنونی زنان با جمهوری اسلامی به صورت دو قطبی در جامعه نمود پیدا کرده است. کمترین تردیدی در آن نیست. اما این دو قطبی هرگز دو قطبی میان بخشی از زنان با زنان دیگر نیست. کشاندن این دو قطبی و رویاروی زنان به اصطلاح بی‌حجاب با زنان محجبه ترفندی دیگر است از سوی جمهوری اسلامی در مسیر بازدارندگی مبارزات زنان. آنچه کاملا عریان است و باید بر آن تاکید داشت و برای گسترش آن نیز تلاش کرد وجود دو قطبی شکل گرفته میان زنان و جمهوری اسلامی است. واقعیت این است که در یک سوی این دو قطبی مجموع زنان و مردانی قرار دارند که برای برخورداری از حق آزادی، انتخاب پوشش و رفع نابرابری تمام تبعیضات جنسیتی اعمال شده بر زنان ایران مبارزه می کنند و در سوی دیگر آن جمهوری اسلامی با همه نیروهای سرکوبگر و گشت ارشاد و دیگر نهادهای سرکوبگرش در استمرار بر دیگر زنان سفارایی کردند. رایحه ربیعی، زن چادری که با تذکر به رعایت حجاب در اتوبوس شهری بلوا به راه انداخت و با گاز گرفتن دست یک دختر به اصطلاح بی حجاب آزارگری کرد و در نهایت با گرفتن فیلم و ارسال گزارش به نهادهای حکومتی موجبات بازداشت سپیده رشنو را فراهم کرد، هرگز یک زن محجبه معمولی نیست که در بررسی این ماجرا بتوان از آن بر دو قطبی رویارویی بخشی از زنان با بخش دیگری از زنان جامعه تاکید کرد. رایحه ربیعی و همه زنان و مردان دیگری از جنس او که به پشتوانه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در خیابان و معابر عمومی در مقابل زنان به اصطلاح بدحجاب یا بی‌حجاب قدرت نمایی می‌کنند، عملاً بخشی از نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی هستند که منافع سیاسی و اقتصادیشان با بقا و ماندگاری این رژیم گره خورده است. همزمان با تعمیق مبارزات زنان علیه تبعیض و ستم و نابرابری، خبر مخالفت ده‌ها هزار شهروند محجبه با شعار من محجبه و مخالف گشت ارشاد هستم نیز به طور وسیع در شبکه‌های مجازی بازتاب یافته است. حرکتی که نمود دیگری از گسترش دو قطبی شدن جامعه میان زنان و جمهوری اسلامی است. مخالفت ده‌ها هزار نفر از زنان محجبه با گشت ارشاد اگرچه باعث خشم جمهوری اسلامی شد و امام جمعه کرج از آن به عنوان قرآن بر سر نیزه کردن سپاه معاویه در جنگ صفین یاد کرده است، اما این حرکت زنان محجبه اگر در همین سطوح متوقف شود نه تنها کمکی به مبارزات عملی زنان نخواهد کرد، بلکه در نفس خود
حرکتی بازدارنده است که سطح مبارزات و مطالبات زنان را تا حد مقابله با گشت ارشاد تقلیل داده است. این حرکت سمبولیک زنان محجبه زمانی مؤثر خواهد بود که شعار آنان دست کم از محدوده صرفا مخالفت با گشت ارشاد فراتر رفته و به مخالفت با حجاب اجباری، رفع تبعیضات جنسیتی علیه زنان و به رسمیت شناختن حق آزادی انتخاب پوشش در جامعه تبدیل شود. همه این تحولات جاری و گسترش رویش بذر شجاعت در کشتار مبارزاتی زنان نشان می‌دهد که جدال زنان با جمهوری اسلامی فراتر از مطالبه حجاب بی حجاب است. حجاب بی حجاب تنها یک عرصه از این پیکار بزرگ است. رویارویی زنان با جمهوری اسلامی برای حق آزادی انتخاب پوشش و رفع تمامی نابرابری و تبعیضات جنسیتی علیه زنان یک رویارویی جدی و ریشه‌ای است که تحقق آن با سرنگونی انقلاب جمهوری اسلامی پیوند خورده است. با تشکر از اینکه این وقت در اختیار من گذاشتید. سپاسگزاریم از شما جناب آقای خسروپناه محترم و صحبت‌ها و سخنرانی شیواتون. البته در مورد یکی از نقص‌های آزادی اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران و اون هم حجاب اجباری، همونطور که می‌دونیم آزادی اجتماعی و نقض اون در ایران یک مقوله گسترده است و یکی از بزرگترین هاش حجاب اجباری هستش که کلن جمهوری اسلامی همه چی رو ول کرده و دو دستی به قول شاعر عزیزمون بانو هیلا صدیقی چسبیدی با دو چنگت دو سر شال من. البته یک اعتراضی هم بکنم، امروز حضور خانوم هامون در این فراخوان نظردهی ها خیلی ضعیف هستش و کلن سکوت اختیار کردن. یک مشکل بزرگی که از ایران به داخل اروپا هم کشیده شده توسط بانوان ما سکوت هستش، من که حق خودشون رو حالا دهه 80 و 90 دارن میان بگیرن اما کلن سکوت میکنن. در قسمتی از سخنرانیشون گفتن آقای خمینی و بحث حجاب، آقای خمینی صحبتهایی که کرده بودن در پاریس و با خبرنگارهای مختلف، پژوهشگرهای حقوق بشر دنیا میگفتن که اگر ایشون با این کتابی که زیر بغلش زده وارد ایران بشه و اینو اجرایی بکنه، کاملا میتونه یک گاندی جدید باشه و ایرانو بکنه بهشت نوین. اما اجرایی نشد. یک توجهی باید بکنیم به اروپا. یکی هست برقه تنشه، یکی هست بی‌حجابه، یک آقایی هست با کت و شلوار میره سر کار، یک آقایی هستش که جور دیگه ای لباس پوشه، همه در کنار هم دارن زندگی میکنن. اما صحبتی که آقای خامنه‌ای اومدن در چند سال گذشته کردن و گفتن که شما آتش به اختیارید، این یک نوع تفرقه افکنی در کل مردم ایران بود که به قول معروف همون مسئله انگلیسی میگه که تفرقه بنداز و حکومت کن. من هر چقدر صحبتامو طولانی تر میکنم، جز آقای شفایی کسی دست بلند نمی کنه، خیلی انتظار داریم از خانم ها که عدد، چون که نقض حقوق اجتماعی بانوان خیلی بیشتر از آقایون داره انجام میشه در نظام جمهوری اسلامی و شرکت بکنن، حرف بزن. خیلی متشکریم از همه شما عزیزان. خب جناب آقای شفایی نفر اول هستن، بعد از ایشون جناب آقای میلاد ترقیقی. جناب آقای شفایی بفرمایید. شما ممنون میشم به فراخوانتون هم یه نگاه بکنید. در مجموع فراخوان شما از این همه اسامی فقط دو نفر خانم هستن که در بخش ادمینی و ضبط فکر میکنم کار میکنن. یعنی اشکال ریشه‌ایه، یعنی اشکال مال جلسه امروزتون نیست،
ما خانم داشتیم جناب شفایی، ایشون در بستر بیماری هستن. بله در حال یه نفر بود، حالا یه نفرم مریض شده، شما باره مجبور شد. ما اعتراض هم داریم میکنیم به تک تک خانم. اعتراض رو شما باید به نظر من آخر جلسه خودتون به عنوان تقسیم کاری که انجام میدید روی این قضیه حساسیت داشته باشید و از دوستانتون بخواید که بیان در واقع. دقیقاً. این جزء مواردی که خود شما هم باید دقت بکنید که این به قول معروف جلسه مردانه است، داریم جمع شدیم دور هم دیگه راجع به زن صحبت میکنیم، وقت زن خونهشون خوابیدن دارن چایشون رو میخورن. دقیقاً. مرسی. خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما. دقیقاً صحبت آقای شفایی حرف منم هستش. خانم ها اگر صحبت نکنیم به نظر من هیچ حقی هم نداریم بگیم حق من بود. قدیمی ها میگن که حق گرفتنیه، دادنی نیستش. اگر صحبت نکنیم باید حرف بزنیم. این سیم خارداری که نظام جمهوری اسلامی گذاشت روی گردن ما، اومدیم برداریم بذاریم کنار، صحبت بکنیم. یه نفر میگه من سخنران نیستم، من صحبت نکردم. هیچ کسی جنش سخنران و مجری و اجرا کنند و اینه نبوده. تو کلاس های آموزش هم شما میگم، حالا آخر جلسه کلی صحبت میکنیم. جناب آقای تقریبی عزیز بفرمایید، در خدمت هستیم. درود مجدد و سپاس از وقتی که به من دادین. دوباره برای قدرتمند سازی زنان دو مورد بسیار مهمه. یه مورد این که چون که ما تو جامعه زن ستیز هستیم و یک جامعه‌ای داریم که ما اولویت با مردان است طبق قانون جمهوری اسلامی، ما باید از داخل خانواده‌های خود نسبت به خواهران و مادران خودمون توجه داشته باشیم و اونا رو ضعیف فرض نکنیم و اونا رو هم سطح خود فرض کنیم و به اونا قدرت بدیم. ما باید توی جامعه پشت این بانوان باشیم. و یک مورد دیگه هم هست، باید بانوان ما در حدی آگاه بشن که یک مرد برای اینا بالاتر دیده نشه، به خاطر وضعیت اقتصادی، به خاطر وضعیت اجتماعی خودشونو پایین تر از مردها فرض نکنن و این که تبعیض نسبت به زنان رو زنان باید ببینن که اول از خدا باید شروع کنن، از اون خدایی که 124 هزار مورد فرستاده برای اینا، یک نمونه زن توی این پیامبرانش نبوده، باید به این مورد شک کنن و بعد اینو به بچه هاشون انتقال بدن تا یک جامعه قدرتمند بسازیم. ما انقلاب ما برای بعد از جمهوری اسلامی انقلاب زنانه باید باشه، چون مردمون انقلاب کردن برای دین و دیانت و از این داستان ها، ولی زن باید انقلاب کنه برای خودش و ما باید پشتیبان این انقلاب زنانه باشیم. متشکرم که وقت رو به من داد. سپاس از شما جناب میلاد تقریبی عزیز. صحبت‌های خوبی گفتید، ولی عرض کنم خدمتتون دوست عزیز، ما الان این جلسه رو گذاشتیم، خیلی هم سمتش میدیم به سمت خانوما و حقوق زنان، ولی تو همین جلسه صحبت نمیدیم. یعنی این که ما پشتشون هستیم، جلسه میذاریم، یک انجیوی مثل کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته زنان گذاشته دفاع از حقوق زنان و خبر داریم که اونجا هم التماسی صحبت کردیم. بازم خواهش میکنم از بچه های نمایندگی خانم ها شرکت بکنید. امید به خدا که کاوه آینده ایران یک خانم بشه. بانو فرعی عزیز بفرمایید، ماکتون هست. سلام، وقت تمام همکاران بخیر. جناب آقای شفایی وقتتون بخیر باشه. جناب آقای تفکری، الان شما ببینید دقیقاً توی همین جریان خانم مهسا امینی، فقط ایشون تنها نیستن، خیلی از مواردی هست تو ایران پیش میاد که متاسفانه کسی نمیدونه که حالا چه بلایی سر این خانوما میاد، چه بلایی سر این خانواده ها میاد و کلی اذیت و آزار میبینن. خیلی هاشون هستن که پلیس، مثلا من خودم تو ایران که بودم میشنیدم واقعا خیلی وحشتناک بود. یعنی من حتی عمومینا به این میگفتن که اگر پلیسی اومد و گیر داد بهت، شما بگو شما درست میگی، حتی اگر حق با شما باشه، چرا چون اینا مثلا یه خانم رو میگیرن میبرن، هزاران هزار اتفاق برای اون خانمی که میبرن پیش میاد
و تمام خانواده واقعا وحشت اینو داشتن که یعنی وقتی یه خانم میرفت بیرون واقعا وحشت داشتن تا اینکه حالا خانومشون یا دخترشون برگرده توی خونه. و الان در حال حاضر واقعا من خودم در تماس هستم با حالا آشناها دوستان، میگن ما اصلا بیرون رفتنمون خیلی محدود کردیم چون میترسیم، یعنی میگفتن ماشینامون توقیف کردن. الان شاید بگم هولوش 10-15 تا از بچه‌هایی که من میشناختم میگفتن ماشینامون هولوش 1 ماه توقیفه و ماشیناشون حتی بهشون نداده بودن، تعهد ازشون گرفته بودن، جریمه گرفته بودن. خب واقعا یه وحشتی هست برای کسایی که اونجا هستن و توی اون جریان واقعا قرار دارن. متاسفانه همیشه نقض حقوق زنان همیشه بوده و فکر میکنم نمیم چجوری باید بگم، یعنی یه چیز خیلی وحشتناکیه برای خانم‌ها. چون میگم من خودم حتی ایران که بودم دقیقا ماشینم 1 هفته توقیف شد و حتی ماشین چون به نام من نبود گفتن که خب شما باید بیه تعهد بده، اون کسی که ماشین به نامش بوده تعهد بده که مثلا دیگه شما سواره این ماشین نباید بشی، چون مثلا رو سرید حالا افتاده بوده. این موارد خیلی زیاده تو ایران، فقط بعضی از چیزها توی رسانه ها پخش میشه و خیلی از موارد هست که کسایی که حالا تو رسانه نمیزنن واقعا حق اونا هم ضایع میشه ولی هیچ کارشون نمیتونن بکنن، مگر اینکه الان من خودم دارم میگم بچه‌ها مثلا حواستون باشه این کارو اینا نمیتونن بکنن، این کارو بکنید. یعنی چیزایی که حالا پیدا یعنی متوجه شدم و توی کانون یاد گرفتم اینا رو تمام دارم انتقال میدم به دوستام که حتی داخل ایران هستن و میگم از حق خودتون دفاع کنید، چون دلیل نمیشه به خاطر زن بودن بخواد همه حق و حقوق شما ضایع بشه. و این حالا موردی هست که امیدوارم روزی بشه که زنان مملکتمون بتونن راحت و آزادانه زندگی کنن. ممنونم از اینکه مایک رو در اختیار من گذاشتید. بسیار متشکرم. به امید اون روز. یک مسئله رو در کشور ما قرار دادن که اگر یک اتفاقی برای بانو میافته نگو آبروی خودت میره. در تایمریه که من قرار میدم برای دوستان 3:14 صحبت کنم. خدمتتون عرض کنم که در یک شرکتی مدیر اداری و مالی بودم، مدیر داخلی هم بهش میگم. یک منشی یا یک مسئول دفتری داشتیم، همیشه بشاش، صبح اصلا وارد میشدیم لذت نبودیم از این همه انرژی مثبت. چند سبایی بودش که خیلی گرفته بود، دیگه صحبت نمیکرد تا آخر سر. من خیلی کنجکاو شدم و ارتباط برقرار کردم که موضوع چیه، اگه مشکل خانوادگی پولی هر چی دارید بگو که اون انرژی به کار برگرده. که بعد از تلاش‌های بسیار گفتش که فلانی با حرکاتش، با کارهایی که میکنه، با حرفایی که میزنه منو آزار میده و ما پیگیری کردیم و اون مسئله رو حل کردیم. پس حرف زدن آبرون شخصم نه و اینکه خیلی از تجاوزهایی که به وقوع میپیونده در خیلی از نقاط دنیا به ویژه کشور عزیزمون ایران و حتی همین در اروپا هم شاهدش بودیم، میگن که من حرفی نزنم که یا محکوم نشم یا آبروم نره. این کاملا اشتباه، حق گرفتنی. خب بانو سیاه مرد فکر میکنم دستشون بالاست، بفرمایید. مایک تون زد. سلام خدمت همه همکاران عزیز و دوستان گرامی، من زاره هستم، مژگان زاره، همسرم آقای حمیدرضا سیاه‌مرد هستم. بله خواهش میکنم در خدمتتونم. ببینید فقط خواستم این رو بگم که اگه ما دختران 20-30 سال پیش سرزمینمون اون زمانی که مثلا من راهنمایی مدرسه میرفتم آموزش دیده بودیم، یاد گرفته بودیم که حقمون گرفتنیه و زمانی بود که من به یاد دارم که ما به خاطر یه جوراب سفید که می پوشیدیم جلوی در مدرسه جلوی ما رو می گرفتن، به اولیا زنگ می زدن که حکم نمی دونم اخراج و این بحثا بود. اگه اون موقع یاد گرفته بودیم که می تونیم
مبارزه کنیم علیه این رفتار زشت، این رفتار اصلا مسخره. اگه یه چاپ آدامس تو کیف ما پیدا می‌کردن ما رو می‌گرفتن، اگر کیفای ما رو با وقاحت می‌گشتن، ما اون زمان هیچ یاد نگرفتیم که میتونیم از این حق و حقوقمون دفاع کنیم. اگه اون زمان میدونستیم الان وقاحت به این وضع به این سطح نمی‌رسید که به اجازه بدن که یه دختر جوان رو با این وضعیت در عرض دو روز جنازه‌شو تحویل بدن به خانواده‌ها. و واقعا من امیدوارم که قطعا اینطوره، یعنی الان بچه های 13-14 ساله اطلاعاتشون از حقوقشون خیلی بیشتر از ما هاست توی اون زمان و میدونن که باید چی کار کنن. و من واقعا امیدوارم که نسل آینده بلاهایی که بر سر ما اومد سرشون نیاد و ما هم قطعا وظیفه داریم که توی آگاهی رسانی بهشون سعیم باشیم هرچه بیشتر و بیشتر، و امیدوارم که بتونیم که این وظیفه‌مون رو به انجام برسونیم. و من حتما این رو مد نظر دارم که این فعالیت رو داشته باشم برای دخترای جوان سرزمینم. ممنون از صحبت. بسیارم عالی، بسیاریم از متشکریم از نقطه نظر شما. بانوزاده محترم، بله، آموزش، آموزش، آموزش. یک مشکلی پیش اومده بود و با چند تا از دوستان داشتیم صحبت میکردیم در مورد ارتباط‌های زناشویی بین زن و مرد. من یک چیزی رو عنوان کردم، همشون به فکر فرو رفتن. در اروپا و کل جهان وقتی که بچه از مهد کودک وارد مهد میشه، 100% دوستانی که بچه دارن و اینجا به مهد کودک و دبستان میره، اولین چیزی که میبینید و براتون جالبه، یک پسر کوچک و یک دختر کوچک با هم ارتباط که برقرار میکنن، بهشون آموزش میدن که همدیگر بغل بکنن. وقتی یک دختر گریه میکنه اون پسر بغلش میکنه. من همین رو تو صحبتم قرار دادم، گفتم که حتی آموزشی نبود که اگر یک زن در یک زندگی دچار ناراحتی میشه، من مرد نمیدونم که چه لحظه باید اون زن رو در آغوش بگیرم. آموزش حرف اول میزنی که اصلا حرف آخرم در کشور ما نمیزن. خب جناب آقای ترغیبی محترم بفرمایید، صدیقه در خدمتون هستیم. داریم بله، من زیاد وقت رو نمیگیرم در مورد اطلاع رسانی و آگاه رسانی حرفمان. این اطلاع رسانی در گذشته متاسفانه به علت کمبود رسانه و محدودیت رسانه‌های داخل آنچنان خوب نبود، ولی با اومدن شبکه‌های اینترنتی و موبایل و لپتاپ و از این موارد رسانه‌ها و دسترسی تقریبا آزاد به اطلاعات اجتماعی و رسانه‌های جمعی، آگاهی خیلی بهتر شده. مردم حق طلبی می‌کنن، مردان زیادی پشت زنانشون هستن که حق خودشون رو بگیرن و به عنوان یک انسان آزاد زندگی کنن. من در اینجا یک اشاره بکنم، تفاوت اطلاع رسانی در قدیم و جدید رو اشاره بکنم به مستند عنکبوت مقدس. شما اگر نگاه کن مستند عنکبوت مقدس رو، این شخصی به اسم آقای سید حنایی میاد این زنا رو میکشه، خانم سید حنایی میاد میگه حقشون بوده، اونا بدکاره بودن، باید میکشته، باید فلان میکرده. و بچه 12 سالش فکر کنم، 12-11 سالش، اونم خبرنگاره بهش میگه که همچین کاری کرده پدرت، ناراحت نیستی؟ میگه نه، اولش ناراحت بودم ولی بزرگ بشم احتمالاً راه اونو ادامه بدم. ولی بچه های امروز دیگه از این تفکرات فرار میکنن، اصلا همچین چیزی براشون قابل پذیرش نیست. و بدتر از خانم سید حنایی و پسر، حالا اون که بچه است، بچه بوده همچین افکاری بهش انتقال دادن، بدتر از اون جامعه بود. شما اگه کل مستند رو نگاه کنی، بین تمام افراد اون مستند فقط یک پیرمردی هست، مسن هست، پیرمرد زیاد نیست، مثلا در حد 50، شاید 55 ساله، اون درست حسابی میاد حرف میزنه، از حقوق انسان حرف میزنه و میگه کار بدی کرده، کار زشتی کرده. ولی اکثر مردم، جوانها به خصوص، میان با خنده، با خوشحالی میگن کار درستی کرده. و این تفاوت
وجود رسانه است، وجود آگاهیه که امیدوارم به جای بهتری هم برسیم. من هر کدوم قطع میکنم، خسته نباشید. متشکرم از شما جناب ترغیبی محترم. همونطور که باز آقای ترغیبی فرمودن که آگاهی رسانی در سوشیال میدیا که این صحبت همه ما هستش که همکاران محبت بکنن این کار رو انجام بدن، همون چیزی که جمهوری اسلامی و دیگر نظام‌های دیکتاتوری خیلی از کشورها، روسیه، چین، کره، دیگر کشورهای دیکتاتوری هدف قرار گرفتن و اون فیلتر سوشیال مدیا هستش. پس اونا میدونن که آگاهی رسانی نوین شده و بچه‌های امروزی دهه 80 و 90 داخل این فضای مجازی هستن و آگاهی و دارن آگاه میشن. پس هدف قرار گرفتن، هدف قرار دادن این فضای مجازی رو با حالا اینترنت ملی و اینجور چیزایی که میگن، یکی دو روزه هم کلن اینترنت خارجی تو ایران مثل قطع شده و اون اینترنت ملی و اینا هست، یعنی سایت ها و شبکه های داخلی رو میتونی خیلی راحت دست پیدا بهش بکنی، ولی خارجی نه. جناب آقای میلاد محمدپور عزیز دست بلند کردن. قبل از اون بگم که آقای محمدپور چقدر شباهت زیادی دارن با بازیگر عزیزمون جناب آقای محمدرضا فرودن. بفرمایید جناب. زنده باشین. مهدی محمدپور هستم. آقای مهدی محمدپور. عرضم به حضورتون که با سلام و احترام خدمت اعضای محترم کرونا بچر دارم. با عرض تسلیت برای قتل حکومتی خانم زینا امینی که ولایت رژیم تفکر ایران به قتل رسیدن. نکته‌ای که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم این که ما تنهاییم، چرا که زمانی که جورج فلوید تو آمریکا توسط پلیس به قتل رسید جهانی به صدا زد، حتی خامنه‌ای هم راجع به سخنرانی کرد، ولی برای ما میخواستم بگم که از این روی ما باید تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشیم. ممنونم از این که مایک رو در اختیار من گذاشتید. سپاسگزاریم از نقطه نظر شما جناب محمدپور عزیز. خب عزیز دیگه همون دستشون رو بلند کردن، بفرمایید در خدمتتون هستیم. مایکتون رو من آزاد کردم. سلام عرض میکنم خدمت شما استادای عزیز و همکاران محترمتون. من کارآموز آموزشی هستم، اما چون بحث آزاد بود خواستم اگه اجازه بفرمایید نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم. 100% اسمتون رو میفرمایید. و اون این که شما فرمودید که نقض حقوق بشر برای زنات کشورمون هستش و اینکه این تنها تو جامعه نیست، حتی به محدوده‌های کوچکتر حتی تو خانواده ها هم کشیده شده، به طوری که مثلا یه دختر انقدر آزادی نداره که مثلا بره به پدر خودش بگه من مثلا با یه جنس مخالفی رفاقت دارم، دوست هستم، من میخواییم با هم یه رابطه رو دوستانه رو شروع کنیم تا شاید بتونیم با هم به مرحله ازدواج برسیم. همچین اجازه رو تو خیلی از خانواده ها به بچه هاشون نمیدن، چیزی که حتی من به وضوح تو خانواده خودم دیدم. واقعا دخترای من همچین جرأت و جسارت و اجازه ای رو نداشتن که بخوان همچین چیز رو با پدرشون مطرح کنن. و اون وقتی که خواستگاری برای بچه من میمد به شدت مخالفت و پیگیری میکرد، حتی تا یک ماه ما رو اذیت میکرد با حرفاش با صحبتاش که این چجوری این پسره رو دیده، باهاش کجا آشنا شده که اومده مثلا خواستگارش در اومده. یه همچین چیزا یا نمونه های اونا یا رومینایی که به دست پدرش کشته شد یا نمونه های بارز دیگه. واسم بگم این نقضی که شما میفرمایین نه تنها در جامعه بلکه در بسیاری بسیاری از خانواده های ما به شدت به چشم میخوره. خیلی ممنونم. بسیار متشکریم از شما بانو ایران پناه محترم. بله دقیقا همینطوره. خب وقتی که پدر و مادرها در کودکی آموزش ندیده باشن و با این افکار بزرگ بشن به صورت مداوم، خب میخوان انتقالش بدن به نسل بعد. امیدواریم که با آگاهی رسانی هایی که میشه نسل بعد اینطور دیگه نباشه، که من به شخص مطمئنم اینطور نیست. جناب آقای صدرا مجیبی ازانی محترم دستتون بالاست، بفرمایید. ممنونم. بازم تشکر میکنم از سخنرانی های خوب دوستان و اشاره به
آموزش، شما چند بار به آموزش اشاره کردید و جناب شفایی اشاره کردن، اینا برمیگرده به نحوه حکومت نظر من. حالا ما میتونیم بهش کلشو توی یک کلمه به اسم کنترل بخوایم مفهوم بدیم، همش مربوط میشه به کنترل. مثلا هر دیکتاتوری شما توی طول تاریخ بخواید بهش توجه کنید یک وسواس فکری داشته. میتونیم یه اشاره کنیم به روم باستان. توی روم باستان مردم دارن و مسابقات گلادیاتوری براشون اجرا میکردن که بخوان سرگرمشون کنن، مشغولشون کنن. اما دیکتاتورهای دیگر رو که بهش توجه میکنی، هر کدوم بر خودشون یه استراتژی خاص دیگه ای دارن برای کنترل عقاید، دانش. چجوری این کار رو میکنن؟ الان دسترسی به منابع ملی، مالی، کاری، همه اینا رو تو انحصار خودشون در میارن. سطح آموزش رو به صفر میرسونن، همون چیزی که شما بارها اشاره کردید بهش. فرهنگ رو محدود میکنن، اطلاعات رو سانسور میکنن، هر مفهومی از خود بیانگری و سانسور رو حذف میکنن. مهمه که اینم به یاد داشته باشیم که این چرخه همش داره به صورت یک الگو توی تاریخ، یکم توجه کنید، داره تکرار میشه و نتیجهش میشه همین ایران ما. من مرسی که مایکو در اختیار من بود. بسیار متشکرم از شما جناب مجیب یزدانی عزیز. بله متاسفانه باید تایید کنم موضوع. خب در این باره صحبت های آقای شفایی و بعد میریم به قسمت بحث آزاد. جناب شفایی بفرمایید، در خدمت هستم. من یه همکاری نوشتم، من اسمشو نتونستم متوجه بشم، با این با آیفون یا هم چیزی نوشتن که الان داریم برای خانوم ما باید تعیین میکنیم. من متوجه نشدم، ما داریم راهنمایی میکنیم، کسی نگفته باید، ولی باید رو برای جلساتمون میذاریم. چرا؟ چون یه جاهایی هست که این آموزش اجباری باید باشه، یعنی دوستان ما باید بدونن که دارن در یک مجموعه حقوق بشری کار میکنن و ضرورت داره به عنوان یک فعال حقوق بشر خودشون باشن، باز پنهان نباشن، باز خودشون رو فکر نکنن نیستن. اینا رو، این جزء وظایف ماست که این به اصطلاح کار اجباری رو آماده کنیم دوستان بدونن. چرا بایستی یک مجموعه 80-90 نفره ای که وجود داره به عنوان نمایندگی منطقه شمال آلمان در فراخانش اولا دو تا سخنران باشه و هیچ سخنران خانومی وجود نداشته باشه؟ این یک ضعفه. ضمن این که ما کانون اگر نگاه بکنید، وقتی میریم کمیته ها رو نگاه میکنیم، از 12 کمیته میبینیم حداقل 5 یا 6 کمیته مسئولش خانوما هستن، هیئت رئیسمون هم خانوما وجود دارن. تلاش در اینه که خانوما هم جدی باشن در کارشون و نمایندگی پایه و پایه‌گذار همه این کار هست. به همین دلیل این باید با اون بایدی که شما فکر میکنید که ما داریم زور میگیم فاصله داره. مرسی. متشکرم از شما جناب شفایی محترم، کاملا درست میفرمایید. بله خانم، اسمشون هم نمیدونم، موینس نوشتم با آیفون، خودشون اول معرفی بکنند و بعد در خدمت شما هستم. مایکتون رو من آزاد کردم، بفرمایید. خدمت همگی سلام عرض میکنم، من نجاتیان هستم. از اول بحث با شما بودم، مطلبی رو که در قسمت چت نوشتم من نوشتم، باید رو در مورد جناب آقای شفایی اصلا ننوشتم. حرفای آقای شفایی بسیار متین و این باید خیلی منطقی و اصولیه. اما یکی از دوستان جوان، اسمشون الان یادم نیست، در قسمتی که داشتن در مورد خانوم ها صحبت میکردن که باید نمیدونم حقشون رو بگیرن، باید فلان کن، باید ما ببینین، ما هم نصفی از جمعیت هستیم. اصلا اگر من برای شما باید تعیین کردم، شما ما رو بذاریم به حال خودمون. ما فکر میکنم خانم ها میتوانن رو پای خودشون بایستن،
نیاز ندارن اصلا کسی باید و نباید برای اینا تعیین کرد. مثلا در مورد جناب آقای شفایی، در مورد بحثای شما اصلا، در مورد حرفای شما اصلا بایدی ننمیشتم. من در مورد این خصوص پسر جوانی بودن، آقای جوانی ببخشید، که باید تعیین میکردن که باید زنان این کارو کنن، باید زنان این کارو کنن. ما زنها هم به قدر شماها فهیم هستیم، ما هم میتوانیم سره رو از ناصره تشخیص بدیم اگر برای ما فضایی باز باشد. وقتی محدودیت ایجاد میکنین، وقتی که زور هستش، خب من زن هم خب جایی برای حضور نمیشه، به من داده نمیشه، یا من مورد مثل همین دختر جوانی که همه ما رو سوگوار کرد، خب اینجا خب باید اصلا معنی پیدا نمیکنه که شما دارین تعیین تکلیف میکنین. به نظر من که باید، حالا برگردیم به صحبتتون، من اونجا یادم هست که باید و در مورد چی گفتین، الان دقیقا یادم نیست، چون من نمیفهمم چرا من باید به خودم اجازه بدم برای دیگران تعیین تکلیف کنم. من به اندازه کافی به حق و حقوق خودم واقف هستم، همه زنان واقف هستن، اینجوری نیست که ما ناآگاهانه داریم ادامه زندگی میدیم. این بستگی به این داره که دیدامون رو عوض کنیم. وقتی شما برای من باید تعیین میکنی، یعنی شما دید مثبتی به خانم نداری. ببخشید شما آقای شفایی، من عذرخواهم. خیلی متشکریم از شما بانو نجاتیان محترم، همکار ما در قسمت آموزش فکر میکنم. من در جایگاهی نیستم که بخوام پاسخ بدم به کسی، ولی نظر شخصی خودم اینه که بانو نجاتیان، شما این بایدی که دوستمون گفتن با کلمه موس آلمانی اشتباه گرفتید و شاید لحنشون بد بوده و میگفت میخواستم بیان کنن که زنان باید از حق خودشون دفاع کنن. بیایید دفاع کنید. واسه چی تو اروپاییم؟ میریم به قسمت بحث آزادمون الان، ولی برای چی اروپاییم؟ به خاطر اینکه نتونستیم حقمون رو بگیم. باید حرف بزنیم، حقمون رو بگیم. منظورشون این بوده. خب میریم به قسمت بحث آزاد. خب بانو زهرا رهایی میخوان صحبت کنن. خیلی کوتاه صحبت بکنید، بریم به قسمت بحث آزادمون، چون بحث آزادمون مقاله گسترده‌ایه. بانو رهایی بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سلام خدمت شما آقای تفکری عزیز و همه همکاران گرامی. دقیقا من اینو میخواستم حالا پیروی صحبتی که شما کردین آقای شفایی، شما الان گفتین ما برای همین تو اروپای، من اومدم اینو بگم که واقعا اینجا من خیلی ها رو میبینم از خانوم ها که همین جا هم از حق و حقوق خودشون میترسن دفاع کنن، پیرو این که توی ایران یاد نگرفتیم متاسفانه. و حتی اگه صحبت میشه در پیرو این که مثلا حالا من میگم خب این همچین گروهی هست، فعال حقوق بشر، ما میتونیم بیایم داخلش، از حق و حقوق کسانی که توی ایران هستن ما باید دفاع کنیم، ما باید صحبت کنیم، همونجا میگن چی نگو، اینجا جمهوری اسلامی، اینجا هم خیلی جاسوس داره، تو چطور اینا رو میگی؟ آخه من حرفی نمیزنم، فقط میگم خب فعالیت کنید، صحبت کنید، آگاهی رسانی کنید. ولی همینجا هم متاسفانه خیلی از خانومهای ایرانی هنوز اون ترس باهاشونه و یعنی چه تو ایران چه اینجا ما باید اینقدر بگیم که این ترس بریزه. یعنی متاسفانه همینجا هم این ترس ها هست. حالا من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم که بریم بحث آزاد. تشکر از وقتی که به من دادید. بسیار متشکرم از صحبت‌های شما. کاملا درست می‌فرمایید بانو رهایی محترم، همکار خوبمون، کاملا درسته. این سیم خاردار رو برداریم، اگر نمی‌خوایم برداریم باید با جمهوری اسلامی زندگی کنیم. خب بحث آزادم به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی، دوستان ادمین حواستون به بچه‌هایی که می‌خوان وارد شن پشت در اتاق نم. خب روز جهانی پیشگیری از خودکشی، فقر و افزایش خودکشی در ایران. بخوایم بحث فقر رو به میون بکشیم، ما مدل‌های مختلفی فقر داریم. فقر فقط اقتصادی نیست، ما از اقتصاد گرفته تا خرد، ما هم در قسمت‌های فقر اقتصادی داریم، در قسمت‌های فقر خرد جمعی داریم.
صحبت میکنیم از فقر اقتصادی، کلمه ای رو به کار میبریم که به قولی میشه گفتش که در کشورمون معنایی نداره و وجود نداره. اقتصاد فروپاشیده شده و این کلمه واژه‌ای است غریب در کشور عزیزمون ایران. به ریشه خودکشی و مقوله خودکشی بخوایم نگاه کنیم، برمیگردیم به مقوله فقر و باز به چند قسمت تقسیم میشه. ببینید این فقر اقتصادی اولش به فقر خرد میاد. فقر خرد که نباشه میاد به قطرهای ناموسی میرسه. آموزش که نباشه، خرد که نباشه، میاد به قطرهای ناموسی میرسه. و اگر فقر اقتصادی وجود داشته باشه میاد به مشکلات اقتصادی برمیخوره، به طلاق ها در خانواده ها برمیخوره، به خودکشی هایی که رواج پیدا کرده در مملکت عزیزمون ایران، خودکشی های کودکان و سنین پایین برمیخوره، به خودکشی های کارگران برمیخوره و خودکشی هایی که زنها و مردان در کشور عزیزمون ایران ناچار میشن بهش دست بزنن. اگر فقر خرد باشه و آموزش نباشه به مقوله تجاوز میرسه و میرسه به خودکشی برای رهایی و نگه داشتن شرف خود اون زن که میخواد خودش رو نگه داره، شرفش رو نگه داره و دست به خودکشی میزنه. پس همه اینها پیوسته با هم زنجیروار گره خوردن. اون آقا فقر خرد داشته، فقر آموزش داشته و منجر شده به یک خودکشی که چند روز پیش در یکی از شهرهای پیش اومد که پیوسته میشه با افکار جمهوری اسلامی که برای اولین بار بعضی از این دولت مرده جمهوری اسلامی اومدن دفاع کردن و کار با شرفی اون خانم انجام داده، کار فلانی انجام داده. نمیگن که ما آموزشی نداشتیم و تمام درها رو بستیم و اون آقا اومده این کار رو چرا انجام داده. همه الان میگن ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، ولی همونها که از اون خانم دفاع میکنن، از کارش دفاع، ما هم محکوم نمیکنیم، از خودش دفاع کرده، چاره ای نداشته، ولی میان و سکوت میکنن در بحث از دست رفتن بانو مهسا امینی، دختر ایران زمین. خب من یک سوالی رو طرح میکنم. به نظر شما فقر خرد بیشتره توی کشورم یا فقر اقتصادی؟ دوست دارم که عزیزان در این مورد صحبت بکنم، تبادل نظر بکنیم که به قول معروف تک محوری نشه، فقط من صحبت نکنم در این مورد و به قول معروف بالا منبر نرم که شبیه سخنرانی های آقایان روحانی در ایران بشه و وسطش دیگه یه تکبیرم بگیم همه چیز کامل میشه. خب اولین نفر به قول معروف میگن چراغ اول آقای سبزیان محترم روشن کردن. بفرمایید جناب آقای موسی خان سبزیان، خیلی هم خوش آمدید، در خدمت هستم. درود و احترام می‌کنم. درود و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران عزیز و گرامی و اینکه در البته صدقم بیشتر وقت ندارم و اینکه خواستم فقط در اول بگم که واقعا تسلیت عرض میکنم. این داغی که واقعا بر دل تک تک ایرانی ها میتونم بگم نشست و واقعا به شخصه میتونم بگم واقعا کم پیش میاد من اینقدر بدبین باشم، ولی
واقعا میتونم بگم الان هممون یا اکثرمون داغونیم واقعا. برای سوالی که پرسید آقای تفکری گرامی، من نظر شخصی خودم، ما حالا یه سری از دوستان حالا شاید مخالفت کنم با نظر من که البته محترمم هست نظرشون، اما اگر ما فقر خرد نداشتیم هیچ وقت به فقر اقتصادی نمی‌رسیم. ما اگر باور داشتیم، آگاهی داشتیم، اگر به طور مثال همون موردی که شما فرمودید، اگر به این باور رسیده بودیم، به این آگاهی رسیده بودیم، کسی که بهش تجاوز میشه مجرم نیست، این قربانیه. ما همیشه انگشت اتهام سمت اون شخصی بوده که بهش تجاوز شده. این میمونه که من بیام از آقای تفکری دزدی کنم، بعد آقای تفکری رو بگیرم بگن آقا ایشون ازش دزدی شده، وای اصلا حواسش نبوده که ازش دزدی شده، همچین چیزیه. یعنی اینقدر ببخشید دوست خواهی میکنم از این کلمه استفاده میکنم، اینقدر مسخره است. و این تازه یکی از دلایل هایی که حالا برای خودکشی هست. اما من آقای تفکری، من شاگردی میکنم، هنوزم میکنم در خدمتتون، اما واقعا من میگم نمیخوام، من همیشه سعی کردم خوشبین باشم، ولی هیچ سوالی هم مطرح نمیکنم، ولی توی دل خودمون به خودمون جواب بدیم. در این وضعیتی که هستیم به نظر من نباید بیایم دنبال علتهای خودکشی بگردیم، بیایم برای علتهای زنده موندن بگردیم چه چیزی هست که ما بتونیم ادامه بدیم. نظر شخصی من هم اینه. واقعا من وقتی موضوع خود بحث آزاد نمایندگی شمال آلمان رو دیدم، به این ذهن اومد، این سوال اومد تو ذهنم، آیا دلیلی هم هنوز مونده که ما ادامه بدیم؟ چون به نظر من همیشه برای به اصطلاح یه جمله معروفی هست که میگن که رفتن دلیل نمیخواد، موندنه که دلیل میخواد، و اینم هست. حالا من صحبتامو باز تیکه تیکه میکنم که این صدقه بیشتر نشه. ممنون از شما تفکر. بسیار متشکریم از صحبت شما جناب آقای سبزیان، ممنونیم که در بحث ما شرکت کردید و شرکت خواهید کرد. من یک مسئله ای رو خیلی برام جالبه در مورد افکار نظام جمهوری اسلامی ایران، صحبت هایی که دولت مردان در قبال همین تجاوزی که هفته پیش انجام شد انجام دادن، و به قول معروف میشه گفتش که شاید جمله خوبی کلمه خوبی نباشه، ولی باریکلا گفتن، کف و سود و هلهله زدن که اون خانم شرف و اسلامی و عزت اسلامی رو حفظ کرد و اینا، و خودش رو کشت. به قول معروف یه دمشگرم بهش گفتن. اما آخ صدای من قطع بود، دو ساعت صحبت کرد. خدا پدرت بیام از آقای حسن زد. الان صدام هست. خب صحبت همو تکرار میکنم. متشکرم از جناب آقای سبزیان محترم که نقطه نظراتشون رو گفتم و جمع در جمع حضور دارم و در ادامه صحبتم شرکت خواهم کرد. اما برمیگردیم به نقطه نظرات دولت مردان نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال همین خودکشی که در هفته گذشته در کشور عزیزمون توسط یک بانو برای دفاع از شرف و عزت خودش انجام داد. به قول معروف باریکلا گفتن، هلهله کشیدن، کف زدن که عزت و شرف اسلامی یک بانوی ایرانی رو حفظ کردی و از اینجور صحبت ها. یک بک میزنیم به چند سال گذشته، شاید خیلی از دوستان در خاطرشون باشه، بانو ریحانه جباری برای دفاع از عزت و شرف خودش وقتی که یک آقا خواست بهش تجاوز کنه به جای خودکشی اون آقا رو کشت. اما
در جلسه دادگاه بهش گفتن که شما باید میذاشتی تجاوز انجام بشه و بعد میومدی شکایت میکردی، نه اینکه آقا رو بکشی. این جواب قاضی بود و ریحانه عزیز ایران اعدام شد. این هم تناقض در افکار افراطی اسلام. خب جناب آقای میلاد ترغیبی محترم بفرمایید در خدمت هستیم. درود مجدد آقای تفکری عزیز. منم دقیقا خواستم به همین مسئله اشاره کنم که یک شخصی وقتی که قربانی میشه مورد تجاوز قرار میگیره، همه کف و سوت میزنن آره خودشو کش، نمیدونم دفاع از شرفش و فلان و اینا، کلمات آدم کشه. به نظرم ما نباید از این کلمات و از این جملات استفاده کنیم، بیشتر صورت مسئله رو پاک میکنه نه اینکه بیاد مشکل رو حل کنه. ما باید به مشکلات، به ریشه مشکلات نگاه کنیم. در قوانین جمهوری اسلامی که بر پایه اسلامه، به شخص که هیچ، به خانمی که مثلا میگن حجابش رعایت نکرده فلان، هیچ قوانین و شرع در مورد تجاوز به مرغ و شتر رو نمیدونم امثال اینا هست. شما چه انتظاری از این افکار دارید؟ به نظرم از این کلمات نباید استفاده کنید در مقابل این تفکرات مخرب و انسان کش. مرسی از شما. متشکرم از نقطه نظرتون جناب آقای تقریبی محترم. جالب اینجاست که در کل اسلام هم اصلا حجاب اجباری نیست و این مقوله رو اولین بار اگر اشتباه نکنم روحانی آخوند شهید اول نمیدونم چند سال پیش میاد عنوان میکنه و بعد کنسل میشه و بعد از اون آقای روح الله خمینی میان که ادامه ده. یه راه ایشون رو میدنم. به سوال منم دوستان پاسخ بدن، فقر خرد و فقر اقتصادی، خیلی متشکر میشم. جناب آقای رجب‌زاده محترم بفرمایید. خب سپاسگزارم از همکاران که وقت رو در اختیار من گذاشتن. قبل از اینکه صحبتم رو شروع کنم در رابطه با فقر خرد و بیشتر از یا فقر اقتصادی، خواستم مطلب تسلیت رو عرض کنم. فکر میکنم شما تصویرتون، اگه نمیدونم اینترنتتون، ما صداتون رو خیلی بد داریم. دفعه قبلم هم همونطور بود. اگر که من متاسفانه به اینترنت خوب دستی ندارم، اگر که مقدوره من دوباره درست کنم و دوباره مزاحم میشم برای صحبت. در خدمتتون هستیم چون میخوام که قشنگ استفاده بکنیم بخاطر اون این مشکل پیش نیاد. خب دوستان، نفرات بعدی نظراتتون در مورد سوال بنده و اینکه فقر خرد بیشتر تأثیر گذاره در اجتماع ما یا فقر اقتصادی و چجوری اینا به هم پیوسته هستن و جامعه ما رو دچار مشکل کردن. بفرمایید جناب آقای خسروپناه محترم در خدمت هستیم. با سلام مجدد. من این موضوعی که میخوام عنوان کنم شاید زیاد مربوط به سوال شما نباشه، ولی چیزی که به ذهنم رسید لازم دونستم که بیان کنم. وقتی ما متاسفانه فکر میکنم بیشتر دچار فقر خردیم در جامعه ایران، وقتی افرادی تو این چند وقت اخیر مشاهده کردیم هزینه های شخصی، حالا دولت که هزینه میکند برای نیاز خودش بماند، افراد شخصی هزینه میکنند برای مراسم راهپیمایی اربعین و این افراد اطلاعی از همسایه خود، از مراکزی هستن که بیمارانی هستن مثل بیمارستان مسیح دانشوری، محک و خیلی و و و اطلاعی ندارن از شرایط اقتصادی این عزیزان که شرایط شیمی درمانی و بیماری های دیگه چجوریه. وقتی علی کریمی یک استوری گذاشت در پیج شخصی اینستاگرام خودش، مورد هجمه قرار گرفت. دلیل این هجمه این بود که چرا شما توهین کرد؟ توهین
به نظر من نبود. این بود که شما این هزینه رو میتونی جای دیگه بکنی و این فقر رو و این شرایطی که الان در جامعه حاکمه به عنوان یک شخص کوچیک یک باری از دوش تک تک این افراد برده و متاسفانه میبینیم و خواهیم فکر کنم دید که این اتفاقها بازم بیفته و امیدوارم که این خرد فکری مردم بالا بره و هزینه هایی که لازم الاجرا نیست جاهای هزینه بشه که مردم به اون نیاز دارن. شرکت بزنه، کارگاه بزنه، کارآفرینی کنه، حتما نباید کار خاصی، کارآفرینی کنه با اون هزینه. ممنون از اینکه مایکو در اختیار من قرار دید. بسیار متشکرم از صحبت های شما جناب آقای رجب‌زاده. خسروپناه محترم معذرت میخوام، کاملا درسته. این هم باز برمیگرده به بحث آموزش و بحث خفقان. فکر میکنم شما نگاه بکنید در کشورهای دیگه همه چی آزاده، شادی آزاده، غم داشتن آزاده و حالا دیسکو آزاده، این آزاده، اون آزاده، حتی مردمی که دین کاتولیک دارن در میدونم که در روز به صلیب کشیدن عیسی مسیح عزاداری میکنن، نوعی زنجیرزنی میکنن، یهودی ها یه جور، همه دین ها. اما در نظام جمهوری اسلامی چرا اینقدر ایام محرم و عزاداری ازش استقبال میشه؟ چون که به نظر من آزادی دیگه‌ای وجود نداره. اگر دختران سرزمین ما با هر پوششی در روزهای دیگه از سال بیرون بیان، توسط گشت‌های ارشاد بازداشت میشن. اما اگر با هر پوششی، با هر نگرشی در ایام محرم بیرون بیان، استقبال هم ازشون میشه. این تبلیغی که در روز گرامی داشت بود، نمیدونم چیه، این آقای سردار سلیمانی بود که یک بانوی با یک پوشش دیگه اومده بود، همین خانمای حزب‌اللهی هم بغلش میکردن، ماچش میکردن و بهش خوش آمد میگفتن، و این همون خانمای حزب‌اللهی خانم رشنو رو به پشیزی فروختن. پس بچه های ما فقط عزاداری براشون آزاده، و اگر چیزی، اگر آزادی مثل حضور در ورزشگاه فوتبال برای عزیزان خانوم ما آزاد نمی کنند، هدف دیگه شون نداشتن همبستگی زن و مرد. همبستگی خیلی مهمه. اگر توجه کرده باشید هر تجمع اعتراضی که به وجود میاد ورزشگاه رو خالی میکنن، میگن به دلیل کرونا، ولی نه، همبستگی به وجود میاد، شعارهای مختلف تو ورزشگاه به وجود میاد. پس باید خفقان انجام بشه توسط جمهوری اسلام. خب بانو زهرا رهایی محترم، بانوان دیگه هم شرکت کنید. بعد بانو رهایی بفرمایید. تشکر جناب تفکری عزیز. در رابطه با سوال شما من خواستم بگم که حالا فقر خرد تو جامعه ما حالا بیشتر متوجه مسئولین نظام میشه، یعنی این بیخردی، بی تدبیری که اینا دارن باعث فقر فرهنگی و فقر اقتصادی تو جامعه میشه و این طوریه که با هم مربوط میشن و گره میخوره. یعنی از فقر خرد مسئولینه و حاکمان جمهوری اسلامی که تو جامعه متاسفانه دچار فقر اقتصادی شدید شدیم و الان افرادی هم که به نظر من توی راهپیمایی اربعین رفتن، درسته که خب حالا یه سری
اعتقادات که نمیشه، خرافاتی که توی ذهن اینها رفته و بیشتر از سر همون فقر اقتصادی اکثرشون راهی این راهپیمایی شدن. خب حالا فقط توانشون به این میرسه که تنها مسافرتی شاید خارج از کشوری که بتونن برن کمترین هزینه و یا حتی وام هم بهشون تعلق میگیره، پول هم بهشون داده میشه، همین راهپیمایی اربعین میتونه باشه و خب هم براشون فال و تماشا میتونه باشه، هم غذاشون به راهه، هم جای خواب بهشون داده میشه با کمترین شاید هزینه، یا اینکه اصلا هزینه‌ای براشون نداشته باشه. فقط این مسیر هست که براشون باز هست و اکثرشون من حس میکنم از سر همون فقر اقتصادی شاید مجبور شدن که به این راه پیمایی برن، در صورتی که اگه ما یه کشور درست و حسابی، نه از نظر ایران نمیگم، یعنی مسئولین درست و حسابی با تدبیر مثل همه کشورهای دیگه داشتیم که خب اینطور مردم مثل الان دچار فقر اقتصادی، یعنی محتاج نون شب نمی شدن، اون آگاهی بالا می رفت، همه اینها و این چیزها رو متاسفانه شاهد نمی بودیم. و حالا این خودکشی هم که اینها یعنی دارم فکر می کنم خودشون یه جورایی ترویج میدن توی جامعه، وقتی که خانم انسیه خزعلی میاد میگه که انقدر این خانم رسولی رو لقب شهید بهش میدن، حالا ازش یه جورای دیگه اون بیچاره مرده و رفته و این تجلیل هایی که دارن ازش میکنن اینه که یه جورایی خانوم ها رو تشویق به خودکشی میکنن که آره شما اگه یه کسی قرار شد به تجاوز کنه یا اتفاقی برات افتاد خودکشی کن، اگه خودکشی نکنی از خودت دفاع کنی، مثل ریحانه جباری که حالا شما مثال زدین، باز هم در هر صورت تو میمیری، چون اگه یه مرد رو بکشی توی ایران، یه خانم این کار رو انجام بده، در هر صورت باز هم میمیره، چه خودکشی کنه بعد مثل ریحانه جباری اعدامش میکنن، در هر صورت میمیره. و حالا یه جورایی اینا دارن من حس میکنم که خودکشی رو بین خانوم ها اینا ترویج میدن، حالا اینقدر ازش تجلیل میکنن، آره به به و چهچهش میکنن، نظرشون همینه فقط. ممنون از وقتی که به من دادین، من صحبت های بقیه رو میشنوم. بسیار متشکریم از نقطه نظر شما. البته جناب آقای خسروپناه در جواب شما نوشتن که منم فکر میکنم همینطور باشه، یه جورایی موافقم با صحبت های آقای خسروپناه، نوشتن که سفر مفت و مجانی به چه قیمتی؟ به قیمت ذلت و خاری؟ دقیقا همونطوره. و آقای مهدی خان کریمی عزیز از نمایندگی جنوبمون هستن، نوشتن که حجاب برای جمهوری اسلامی فقط برای منحرف کردنه. بله، ذهن افراد نسبت به مسائل روز جامعه است و تمام این دستورات از جای دیگه صادر میشه. خب خدمت رو عرض کنم که نفر بعدی جناب آقای ایرج دانگی توس ماکتون زد. با عرض سلام مجدد، من میخواستم در موضوعی که شما مطرح کردین، یعنی خرد، فقر خرد و فقر اقتصادی، به نظر شخصی من موضوع در حال حاضر فقر اقتصادیه و به این دلیل که ایران در فقر بسیار شدیدی الان به سر میبره و جوری که ناامیدی از این آینده اقتصادی و آینده اقتصادی ایران، اصلا کلن واقعا اقتصاد نابود شده، یعنی اینکه هیچ آینده ای نمیبینن جلو چشمشون. وقتی میبینیم ما تو یک ماه گذشته چندین کارگر یا کارمند که از سر کار اخراج شدن به دلیل نبود آینده شغلی و فقر اقتصادی و اون فشاری که به خود و خانوادهشون وارد میشه، مجبور شدن خودکشی کنن، یعنی هیچ راه دیگه نداشتن. برگردیم به
اون قضیه که اون خودکشی صورت گرفته و اون بانو جان خودشون از دست دادن، اونم برمیگرده به فقر اقتصادی. همونجور شاید خونده باشین، این خانم شوهرش برای کار رفته کردستان عراق و مشغول کار بوده و این با دو تا فرزندش خونه تنها بودن زندگی میکنن و فکر میکنم که این مردی هم که قصد تجاوز بهشون رو داشته صاحب خونه ایشون بوده. یعنی این حس و این جای خالی، این فقر رو احساس کرده که این خانم آیا به خاطر فقر حاضر بشه که با ایشون رابطه داشته باشه، و این فقر خرد اون آقا باعث شده که این جنایت یا این هرچی قتل یا هرچی بگذاریم اسمشو صورت بگیره. به نظر من فقر اقتصادی تو جامعه ایران الان حرف اولو میزنه، جوری که چون فقر خرد خاطر اینکه اونقدر سوشیال مدیا زیاد شده، یعنی آگاهی ها بالا رفته از طریق سوشیال مدیا، حتی یک بچه‌ای که 7-8 سال 9 سال سن داره به این آگاهی ها دسترسی داره، یعنی میخونه میبینه اخبار این ور اون ور، و ولی فقر اقتصادی دیگه نمیتونه هیچ کاری براش بکنه، یعنی دست اون نیست، میبینه که پدرش بیکاره، اون ور کار نیست، هیچ جایی نیست، هیچ امیدی نیست. ما شاهد خودکشی نه تنها در بزرگسالان بلکه طی 6 ماه گذشته در میان کودکان هم هستیم متاسفانه، کودکان از 9 بگیر تا 14 سال، یعنی یک فاجعه بسیار بزرگی. وقتی میبینه پدرش بیکاره، وقتی یه چیز نیازی داره که نمیتونه پدرش برش برآوردهش کنه و آینده جلو چشم خودش نمیبینه، مجبور میشه خودکشی کنه. به نظر من در این بحره زمانی ایران الان فقر اقتصادی واقعا بیداد میکنه و باعث خودکشی های زیادی شده. متشکرم از نقطه نظر شما جناب آقای رجزانویتوس محترم. اما باید بگم که بله، سوشیال مدیا درست، و بچه های دهه 80 و 90 دارن به خوبی استفاده میکنن، اما فضای مجازی در ایران به گونه‌ای تحت اختیار هموطنان قرار گرفت به طوری که شما بیای به یک شخصی یک خودروی لامبورگینی بدی، اما طریقه استفاده و راه بردنش رو بهش یاد ندی. بیشتر از آگاهی رسانی، دوستان توی فضای مجازی شادی هم لازمه، اما هر چیزی رو مسخره کردن و یه پولی به یکی بدیم، به یه نفر تبریک تولد بفرسته چی بود؟ خب جناب آقای عباس منفرد بفرمایید، خودتون هست هستی در خدمت هستی. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک دوستان عزیز. صحبت های یکایک دوستان رو گوش کردیم. به نظر بنده حقیر بیشک مسئولین جمهوری اسلامی در فقر مطلق فرهنگی حضور دارن، ولی سوال من از شما دوستان اینه: منی که زباله رو میریزم توی طبیعت، منی که دنبال کسب سود بیشتر هستم در معاملات به اسم دلال بازی و سود بیشتری رو توی جیب خودم وارد میکنم با اینکه میدونم ممکنه به اون مشتری اجحاف شده باشه، من میام اجناس بیکیفیت رو میفروشم با اینکه قیمتش با اون همخونی نداره، بدون نوبت سعی میکنم کارم رو تو هر شرکت یا اداره انجام بدم، پارک میکنم توی محلی که محل عبور افراد معلول و روشندله، آیا من فقر فرهنگی ندارم؟ منم جزی از جامعه هم. تک تک ماها شامل میشیم اعضای اون خانواده، اعضای اون جامعه. میگن که یه نیم نگاهی باید آدم به خودش داشته باشه. وقتی من از خودم شروع کردم، تغییر رو در خودم ایجاد کردم، بیشک میتونم دنیای اطرافم هم تغییر بدم و اون اهدافی رو که اهداف انسانی هست تو جامعه هم شاهدش باشم. من باید از خودم شروع کنم و وقتی من شروع کردم شاهد
آینده روشن خواهم بود. و این تکبیت که میاد میگه به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. خرد من وقتی بر اساس اصول و منطق باشه مطمئنن میتونه به یک نتیجه‌ای دست پیدا کنه که اقتصاد ما اقتصاد پویا باشه. هر جا که خلل ایجاد شده باشه در جهت رفعش و در جهت اینکه اون مشکل و معایب رو رفع کردن میتونیم برای ممنون از شما. سپاسگزاریم از نقطه نظر شما جناب منفرد محترم. بله در مورد حتی آشغال ریختن در محیط زیست جناب منفرد گفتن میرسیم به فقر آموزش و نبود آموزش. همون هموطنان خود ما وقتی که وارد اروپا میشیم دیگه ما آشغال زمین نمیزیم، چون که قانون داره و آموزش داده شده و آموزش داده میشه که حتی در کلاس‌های کورسی هم که ما میدیم میگه این سطل آشغال برای اینه، اون سطل آشغال برای اینه. یعنی همه چی رو آموزش میده. اما فقر آموزش در کشور، نبود آگاهی باعث اینجور مسائل میشه. خب سه عزیز دستشون بالاست. سه عزیز میشه گفت پایانی که بعد از اون دیگه ما میریم برای جمع‌آوری مطالب و بستن این فراخ. خب جناب آقای رجب‌زاده محترم ماکتون آزاده در خدمت هستیم. خب سپاسگزارم از همکاران گرامی که وقت در اختیار من گذاشتم. امیدوارم صدای من خوب داشته باشیم. بله. من یادآوری کنم که در نکته اول صحبتم یادی از بانو محسن می کنم، یادشون گرامی، و به نظر من یکی از جوانایی بود که فکر میکنم انگیزه ای بشه برای آزادی ایران در آینده روشن. در رابطه با فقر خرد و فقر اقتصادی من میتونم بگم این دو هر دو مکمل هم هستن. آقای تفکری گرامی ریشش هم از سیستم حکومتی ایران، حالا نمیشه این واژه رو به عنوان کرد زیاد، طبق گفته های آقای شفای گرامی ما میتونیم از کجا شروع کنیم. از همین 43 سالی که این رژیم بر ایران داره حکرانی میکنه و شیوه های خودش رو پیاده کرده، عواملش از آموزشاش بوده، آموزش های ناصحیح و این دوگانگی روحی که در جوان‌ها به وجود اومده. این دوگانگی روحی که من منظورم هستش اینه که بین واقعیت و اون چیزی که واقعیت نداره. اینا از طریق مذهب، از طریق ادیانی که حالا ما می‌دونیم ادیان ابراهیمی که آخریش اسلام هستش، افکار پوچی رو تو دنیای نوین پیاده کردن. متاسفانه ما تا بیایم تو این افکار ریشه یابی کنیم و ببینیم از کجا نشأت گرفته میشه سالها طول میکشه. ولی تنها چیزی که میتونم عنوان کنم، نظر شخصی عنوان کنم، خرد یه چیز خیلی مهم هستش که به ما آموزش ندادن تو طول آموزش هامون. ببینید یه نکته کوچیک شو میتونم بهتون عنوان کنم. ما از دوران طفولت توی مدارسمون چیزی به نام آموزش دین و مذهب داشتیم که به نظر من میتونست به جاش آموزش های مختلفی جایگزینش باشه. اینو کی اجرا کرد؟ سیستم ایران، حکومت مذهبی ایران. جمهوری اسلامی تونست با ماها کاری بکنه که ما این دوگانگی روحی و جسمی درونمون روش پیدا کنیم. بیشتر خودکشی ها هم عاملش همین این دوگانگی هست. من میتونم عنوان بزنم دوستای خودم که خدا رحمتشون کنه به نحوه خودکشی کردن بعضی از دوستای من، بیشترینشون عاملی این موضوع رو داشتن که این دوگانگی روحی اذیتشون میکرد. بین این که چه واقعیتی هستش توی دنیا، سیستم ایران این کار کرده به ماها که ماها اون تفکر نوین رو پیدا نکنیم بر زندگی نوین. بله بله خواهش میکنم، خواهش میکنم از منو بپذیرید. فقط تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ما باید به اون راهبردها و راهکارهای برسیم که بتونیم آگاهی درست بدیم به مردم ایران که از این حرکت که اسمش خودکشی هستش دست بردارن و به دنیای خودشون امیدوار باشن.
راهکارش هم اینه که آگاهی بدیم همین چیزی که خودمون در جریان هستیم. امیدوارم که من تونسته باشم نقطه نظرم رو داده باشم. بازم سپاسگزارم. از شما بسیار عالی صحبت کردید. بسیار باز هم متشکر هستم. بله، آگاهی رسانی و اینکه از حق خودمون دفاع کنیم، حرف بزنیم. خب جناب آقای سیاه‌مرد محترم در خدمتتون، در تایم 2 دقیقه هستی بفرم. درود بر شما استاد، وقتتون بخیر و خسته نباشید. من استاد نیستم، در خدمت هستم. مخلص شما هستم. من با توجه به کم بوده وقت اول که یه تصدیت بگم از جانب خودم، این واقعا ضایعه دردناک بود که همه این روزا به نوعی درگیرش هستیم و واقعا دردناک از دست دادن این عزیز. من خدمتتون عرض کنم که چیزی که به نظر من در پیرو صحبت عزیزان که فرمودن، به نظر من فقر اقتصادی یکی از حربه های جمهوری اسلامیه برای پیشگیری از خردمند شدن جامعه. سرپرست خانواده‌ای که با چه مشقتی میخواد بالاخره زندگیش تأمین کنه، بخواد با این شرایط جامعه رو در رو بشه، هر روز تورم، هر روز داستانایی که بالاخره هست، با فقر، با بالاخره شرایطی که هست که بخواد خودشو درگیر مسائل روزمرگی و زندگیش بکنه، چطور میتونه به یه همچین شرایطی براش فراهم بشه که بتونه یه مطالعه‌ای داشته باشه؟ چون خردمند شدن از مطالعه میاد، از تحقیق میاد. چگونه میتونه به این مجالی داره که به این مسائل رو بیاره، مثلا مطالعه‌ای داشته باشه که بخواد در جهت خردمند بودن خودش قدمی برداشته باشه؟ به نظر من خب به طب اون فقره، باز فقر اقتصادی بیشتر وزنه بیشتری داره نسبت به خردمند شدن هر فردی که داره این شرایط داره میگذرونه، و این به نظر من الان در حال حاضر اون فقر اقتصادی اهرمیه که از طرف جمهوری اسلامی بیشتر برای جلوگیری از خردمند شدن جامعه به عمد و آمدانه داره بالاخره ایفای نقش میکنه. این نظر شخصی من بود. من ممنونم که در اختیار من قرار دادید. متشکرم از نقطه نظر شما. من دوستانی که می نویسنم بخونم. جناب آقای صدریان نوشتن متاسفانه جامعه هنوز به آگاهی نرسیده. درسته خیلی موارد رو میدونن اما آگاهی نسبت به موضوعات رو ندارند، و دانستن با آگاهی داشتن تفاوت خیلی زیاد داره. مردم میدونن اما آگاه نیستن. جناب آقای کریمی نوشتن که بیچاره پدران و مادران این خاک، بیچاره ما که باید هم فقر و فلاکت ساخته این دولت رو تحمل کنیم، هم ظلم و شکنجه و قتل بیگناهان رو به شیون بشیم، و هم نظارگر دزدی و فساد و چپاول باشیم و از اینجور چیزا. خب جناب آقای حسنزاده بفرمایید. در تایم 2 دقیقه. سپاسگزارم از دوستان. من صحبت دوستان رو شنیدم، با بعضی هاشون مخالفم، ضمن اینکه احترام میذارم به نظر همه. و اینکه این رو میخواستم بگم، شما آقای خمینی رو دیگه شناختین، همه شناختن، زمانی که تو نوفل نشاط نشسته بود چه سررشته سیاسی داشت، کجا آموزش دیده بود. ما الان داریم از آموزش خودمون حرف میزنیم که هیچ آموزشی توی ایران ندیدیم، ولی هر چند دیر به آگاهی نسبی رسیدیم. اما خمینی چه آموزشی دیده بود؟ تو چه محیطی بزرگ شده بود؟ این که ما بگیم جمهوری اسلامی آدمای بیخردی داره، شاید یکم از اون زاویه نگاه کنید که اتفاقا خردمندن و به اهدافشون دارن میرسن. خب بیخردی بله مسجل هست توی تصمیماتی که بعضی از مسئولین میگیرن، ولی شما مسئولین اصلی نظام رو از روز اول، از خمینی میگم، رفسنجانی و بقیه رو نگاه کنید، به اهدافشون رسیدن، آخرشون هم عمرشون تموم شد، به کهولت رسیدن و رفتن، حالا یا کشته شدن یا خفه شدن تو استخر یا حالا هرچی. خب به اهدافشون الان آقای خامنه‌ای چیکار کرد؟ آقای خامنه‌ای رو به کهولته،
هر انسانی رو به کهولت که بره ضعف جسمانی و بعدش هم به هر حال فوته. من اینو میگم، تک تک ما خمینی رو خمینی کردیم. من و شما اگر خمینی رو بالا و بنیانگذار رو نمیدونم توی ماه نبینیم، یه روزی یکی مثل رئیسی نمیشه رئیسمون. همین الان آقای تفکری در مورد روحانی حرف زدن که روحانی بنیانگذار حجبار اجباری بوده، ولی دختر ببخشید مایک یه نفر بازه، خانم زاره آره. این شما در مورد روحانی حرف زدین که حجاب اجباری رو بنیانگذاری کرد، ولی شما ببینید چقدر دختران بی حجاب اومدن توی انتخابات به روحانی رای دادن. هیچ کی نگو، آقای روحانی هم هیچی نگو. آقای روحانی مفتخر بود به این که لقب امام رو ایشون تراشیده بر آقای خمینی. من دارم اینو میگم، اعضای کانون حداقلش اینه که میتونن به عنوان کسانی که اسم فعال حقوق بشر رو خودشون میذارن، میتونن از خانواده خودشون شروع کنن. اون آگاهی که ببینید اولین قدم آگاهی خود من، آگاهی که خود من کسب کردم و بتونم ترویجش بدم، انتشارش بدم و نشرش بدم. تا من و شما یه نفر رو به اسم خمینی بزرگ نکنیم، یه نفر مثل رئیسی با 6 کلاس سواد نمیشه رئیس جمهور. تقصیر خود ماست. نیایم از الان تا آینده توی هر جامعه کوچیک و بزرگی خمینی بسازیم. دوستان خمینی نسازید تا رئیسی آیدتون نشه، تمام شد رفت. به این خیلی توجه کنید. خیلی متشکرم جناب شاهزاده از نقطه نظرات شما در این موضوع. در این باره تقدس گرایی نکنیم. اگر کارمون در یک کشور اروپایی، در یک شاید جاش نباشه بگم ولی میگم، در یک کلیسای گیره، به یک شبان نگیم پدر، از ماست که بر ماست. خب آخرین نفر جناب آقای محمد پور محترم در خدمت شما هست. بله خسترم، با تشکر از دوستان عزیز برای اشاره که به نکات خیلی که داشتن. سوال خیلی من سنگرمی آقای اتفاق کنیم به این رابطونی که اشاره داشته خواسته های حکومت های مخصوص دینی همچون صداتون یه ذره بد میاد جناب. در این رابطه بهتر شد؟ بله. در این رابطه میشه اشاره داشت به خواسته حکومت مخصوص دینی همچون جمهوری اسلامی ایران که برای اثبات قدرت و توانایی بیشتر برای کنترل مردم خواستار این فقر خردی هستن. به خلاف برای مثال میشه به جستجوی مغزی که توسط حکومت از طریق رسانه ها انجام میشه، مانند توجیهاتی که در رابطه با اتفاقات همچون خودکشی خانم شیلر اونو در ذهن مخاطبش تبدیل میکنن به قهرمان و الگو و جلوه میزنن خودکشی رو، و همچنین هیچ اشاره ای هم در این بابت به امنیت جامعه برای زنان کنی. و اینکه یه اشاره هم میشه داشت به آمار اشتباه خودکشی که موجود هست، و میدونیم که برای همه مثلا روشن هستش که خب مقداری از اینا اصلا قصد حکومتی که به اسم خودکشی منتشر میشه، مثل آقای سعید سیروانی که با سیاه پوتاشکن تو زندان توسط اطلاعات سپاه قتل شد. ممنونم که مایکو در اختیار من گذاشتید. مایکو قصد بسیار متشکرم از نقطه نظر شما جناب آقای محمدپور محترم. بانو رهایی هم در آخر نوشتن که پروژه بوتسازیشون با کلیپی که داره دست به دست میچرخه مشخصه که بچه ها رو مجبور به بوسه زدن به عکس خامنه میکنن. متاسفانه. بله. خب دوستان همراهان محترم، در اینجا اعلام میکنم که این فراخوان و این گرد همایی ماهانه نمایندگی منطقه شمال آلمان، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و
در روز 18 سپتامبر سال 2022 در ساعت 15:06 به وقت اروپای مرکزی داره به پایان میرسه. اما قبل از اون یک بار دیگه اسامی شرکت کنندگان و دستاندرکاران و عزیزانی که در برگزاری این فراخوان ما رو یاری کردن اعلام میکنم. ما امروز گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در شهریور ماه سال 1400 رو با اجرای آقای ایرج دانای توس داشتیم. بررسی کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو با اجرای آقای محمد حسن حسنزاده مهرآبادی داشتیم. سخنرانی رو داشتیم با عنوان دموکراسی با اجرای آقای داوود واحدی و در ادامه سخنرانی رو به حضورتون آوردیم با عنوان نقض آزادی اجتماعی با اجرای آقای محمد مهدی خسروپنا. عزیزانی در امور فنی ما رو یاری کردند. دوستان قسمت ضبط صدا و تدوین جناب آقای صدرا مجیب یزدانی و آقای عباس منفرد و ادمین های محترممون بانو زهرا رهایی، جناب فرشاد عربی و سید سعید نوریزاده و منشی محترم این جلسه بانو نرگس مباشری فرد. بنده تورج تفکری اردبیلی از حضور یکایک شما عزیزان و دوستانی که ما رو با صبر و حوصله بسیارشون در به صورت آنلاین و لایو از شبکه یوتیوبی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران مشاهده کردم بسیار سپاسگزارم و قدردانی میکنم. به امید فردای روشن و خرد افزاینده برای همگی شما محترمان.